بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 24 دسامبر و برابر است با 3 دی ماه 1397. فردا عیسی دنیا میاد و جنگ و خونریزی دیگه تمام میشه. این قولیه که داده بودند که این آقای عیسی مسیح خودمون وقتی دنیا بیاد، دنیا میشه گلستان و نشد. همه این قولها، وعده و وعیدها بی خود بود و میبینید که همیشه هم بدتر از قبل شده. اجازه بدید ما یه چند تا از این چیزها رو برای شما روشن کنیم، دور بزنن اینا، تاریخ بذارن. برنامه قبلی با دوستان بودیم از کانون آوا، برنامه بسیار خوبی بود. این دوستان در آلمان بودن، آقای کریم غلامی و مرداد ساغرچی. برنامه رو حتما برید تماشا کنید، اگر ندیدید تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم میاد. و کانون آوا هم همیشه گفته، دعوت کرده، اگر شما هم میخواین میتونید مهمان اونها باشید و در برنامه هاشون شرکت کنید. و اما این هم info at mardomtv.com، راه تماس به وسیله چی؟ به وسیله ایمیل info at mardomtv.com. میگه که آقای سربی کجا رفت زمانی که ما ساعتمون رو با برنامه سربی تنظیم میکردیم؟ گفت جوانی کجایی که یادت بخیر. والا این دوستان انقدر برنامهشون خوبه، با وجودی که خودشون میگن ما 5 دقیقه قبل از وقت تمام میکنیم و خداحافظی هم میکنیم، من باز صحبت میکنم و وقتی برنامه اونا رو تموم میکنم، برنامه خودم میخوام شروع کنم، یه سری باید این خاموش کنم، یه سری اونا رو روشن کنم، بعد برای این دوستان فایل برنامه یا ویدیوی برنامه رو بفرستم، بعد بیام بشینم اینجا، 5-6 دقیقه دیر میشه. در صورت ممنونم. میگه که تصویر خوب، صدا خوب، برم این ور درخت کریسمس ما رو هم ببینید. این هم درخت کریسمس، فکر کنم این یه هتلی هست توی مریلند، بهش میگن گیلورد هتل و اونا این عکس رو فرستاده بودن امروز برای افرادی که یا براشون کار کردن یا رفتن اونجا و ایمیلشون رو دارن. من چندین بار برای اینها کار کردم و جای بسیار قشنگی هست، خیلی هم گرونه و این تقریبا اونور آب طرف مریلند و جایگزین الکساندریا شده دیگه، برای که این مریلندیا نیان اینجا. بعضیا باور دارن که سیاه پوستیه، خیلی خوششون نمیاد چون افرادی که اون طرف زندگی میکنن بیشتر سیاه پوستی هستن، سیاه پوست هستن. برای ما که به قول دوستان کوررنگ هستیم هیچ مشکلی نیست. و اما این کتاب آقای بابک هروی، کهنه سرباز، رو گذاشتم اینجا و دیگه به آخرش رسیدم و این ماجرای خداحافظی از مادرش و به اصطلاح رفتن به جبهه اشک ما رو باز هم در آورد. این کتاب خیلی جالبه و من امروز درباره آقای بابک هروی یک صحبتی دارم، ولی این کتابشون رو از همین تلویزیون هم تبلیغ کردیم. حتی گفت اگه کسانی میخوان داشته باشن ولی پول ندارن، $10 $15 هم نمچنه بخرن، ایشون حاضره براشون مجانی بفرسه. کهنه سرباز بابک هروی، این عکس خودشه از وقتی که میره به لشکر ارومیه، بعد میره به سربازی و اینها. و به نظر من داستان جالبیه. جالبتر این هست، این پشتش رو براتون میخونم. کهنه سرباز از معدود کتابهایی است که بدون حمایت و تبلیغات دولت ایران در مورد جنگ ایران و عراق منتشر شده. این کتاب خاطرات شخصی نویسنده است که به مدت 2 سال در جبهه‌های جنگ شرکت فعال داشته و بارها مجروح شده. نویسنده از سال 1361 تا 1363 در عملیات مختلفی که به وسیله ارتش ایران انجام شد شرکت داشت و از جزئیاتی در این کتاب سخن میگوید که در هیچ کتاب دیگری در مورد جنگ نگاشته نشده. صحبتی
و صحبتی از آنها به میان نیاوردند. این کتاب در مجموع چیزی بیش از 2 هفته از این دوران را در بر میگیرد، دورانی که ارتش و ارتشیان غیور ایران و نه سپاه و بسیج که دردانه های رژیم بودند با دست و شکم خالی در مقابل ارتش عراق و دیگر حامیان آن مقاومت کردند و کاری کردند که کشور به دست دشمن نیفتد. نام اشخاص، تاریخ، مکانها در این کتاب در حد امکان به دقت ذکر شده و همه واقعی هستند، چرا که یکی از هدفهای مهم در نشر این کتاب ذکر و حفظ اسامی سربازان، درجداران و افسرانی بوده که با فداکاری و گذشت خود از جان و مال ملت ایران به نحو احسن دفاع کردند و باشد که نامشان همیشه در تاریخ ایران جاویدان بماند. پاینده ایران، بابک هروی. بابک هروی روی فیسبوک میتونید به سادگی آسانی پیداش کنید و روی وبسایت هم داره، خبربین.com رو هم داره. و اتفاقا دلیلی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم این بود که یه برنامه‌ای گذاشته بود و نمیدونم شما هم همچین احساسی دارید. بعضی وقتا میاین یه برنامه رو تماشا میکنید و میبینید چقدر قشنگ داره حرف دل شما رو میزنه، همچین که جاتون رو تخت میکنید و راحت میشید و اینها، یه دفعه میبینید طرف احساساتی میشه و یه چیزی میگه که شما میگه ایداد بیداد، این همون دوستیه که من فکر میکردم. شاید منم اینجوری باشم گاهی وقتی تو برنامه ها، یا بیشتر اوقات تو برنامه ها یه چیزی بگم که شما بگید ای بابا ما فکر میکردیم این هم فکر ما، این که مثلا اینجور و اونجور. بابک هروی ویدیوشو شروع میکنه با این که بابک جان دارم برای تبلیغ مجانی میکنم و بله، میگه که آقای اکبری میگه صحبت با جدا شدگان مجاهدین طولانی شد. نه، اونا 2 ساعت قرار صحبت کنن ولی همیشه یه 5 دقیقه زودتر خداحافظی میکنن که ما فرصت تعویض کامپیوترها رو داشته باشیم. ولی چون با آقای غلامی و آقای مرداد ساغرچی بودیم، حتما ببینید، شما بودید ولی دیگران اگه ندیدن حتما ببینید. جالبه، 2 تا چیز رو ایشون گفت. یکی این که گفت که هر کسی از یه نوعی به یه نوعی به سازمان پیوسته، پس من نمیتونم درباره همه صحبت کنم، مثل سربازی نیست که هممون بدونیم، هم بابک میدونه مثلا، هم من میدونم. میرفتیم ژاندارمری خودمون رو معرفی میکردیم، میگفتن فلان روز بیا، وقتی هم میرفتی اون وقت مثل زندانی میگرفتن. آقا ما که با پای خودمون اومدیم دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ این چه وضعیه؟ اونم اسفناک بماند. البته بابک تو دوره خمینی و آخونده رفته سربازی، من تو دوره شاه رفتم سربازی، بماند، ولی فرق نمیکنه. دیکتاتور که دیکتاتور میشه، روشش غلطش همون روش خواهد بود. و بله، بابک اینجوری شروع میکنه که بیاینو الان ایام چیز هست، میگن خانه تکونی یا تمیز کردن اینها، ما بیایم مغزمون، کلمون، فکرمون رو تر تمیز کنیم. گفتیم خب خوب شد. شروع کرد از این برنامه های دیگران که در چند هفته اخیر حتما دیدید، طرف یه نفر میخواد خواهرش رو به یکی دیگه بده، حالا نمیدونم چرا، هرچی دلیل خودشه. صدای همدیگر رو ضبط کردن، روزی که با هم دوست بودن کلکلشون بود، یه چیزی هم میگفتن، روزی که جیک جیک تابستونت بود فکر زمستونت نبود، یه چیز اینجوری. خلاصه بعد حالا که با هم دشمن شدن، نوارای همدیگر رو که اون موقع که با هم دوست بودن خصوصی صحبت میکردن، میان رو تلویزیون و رو مخصوصا روی فیسبوک پخش میکنن اینها. بابک شروع میکنه با این که بابا این چیه آخه، چه کاریه فلان، ناگفته نماند. چیزی که من نمیدونستم اینه که بابک گویا طرفدار رضا پهلوی شده و این به نظر من یکم به شما ضرر میزنه. آقا بابک، بابکی که من از طریق محقق بودن و تحقیق کردن در تاریخ باهاش آشنا شدم، یه دفعه میبینیم که 180 درجه عوض میشه، به خاطر اینکه نگرانه که اگر دنبال رضا پهلوی نباشه ممکنه مجاهدین برن ایران. نه آقا، ایران پر از آدمای خوبه و باور کن نه به این رضا پهلوی احتیاج دارن نه به مجاهدین. و اینا رو فقط وقتی شما میای اینجا، میری کنگره و دوستان، اونا تو مغز و مخیله شما اینجوری میکنن، درست مثل رأی‌گیری دوره ترامپ و
هیلری کلینتون که از اگه به ترامپ رای ندی این هیلری کلینتون میاد اینجوری، یا درست مثل ایران که اگه به روحانی رای ندی رئیسی میاد. و نمیدونم چه اتفاقی افتاده که وقتی که اتفاقا وقتی آمد اینجا من باهاش صحبت کردم، ولی خیلی چیزها رو هی گفت، الان نمیگم بعدن میگم، شایدم یه جورایی حتی خودش هم نمیخوام بگم خجالت میکشیده، یه جورایی خودش هم برای خودش سنگین بوده که بگه حالا طرفدار رضا پهلوی شد. و خلاصه آمد و اینجا و رفت و بعدم دیگه من چیزی ندیدم تا این ویدیوی اخیر که میاد صحبت میکنه و گله میکنه از برنامه لایو یا برنامه‌های زنده‌ای که در فیسبوک طرف مثلا یه بوت عرقم خورده رفته با دوست دخترش دعواش شده، امشب قرار بوده با دوست دخترش بره بیرون، حالا تنها میاد میشینه تلفن رو اینجوری میذاره، یه وسایلی هم هست تلفنتون شما میذاری و میشین یعنی وصل میکنی به اون، بهش میگن ماونت، و میشینه صحبت میکنه. بعد این صحبت هم به درازا میکشه، یه ساعت دو ساعت سه ساعت از این لایو ها داریم، هستن افرادی از اون کامران قاطری گرفته تا آقای زرابی و دیگران. بعضی برنامه ها مفیده، بعضی هاش هم به غیر از اتلاف وقت و عمر چیزی نیست. ولی برای من جای تأسف داشت که وقتی آقای بابک هروی خیلی قشنگ همه اینا رو ترتیب داد، ردیف گذاشت، باکس ها رو هم که نباید اینجوری باشه، نباید اونجوری باشه، شما یه برنامه نگاه میکنید ببینید این چی میگه، ای کاش برنامه ها اولش بنویسن که مثلا ما امروز درباره تولد حضرت مسیح میخوایم صحبت کنیم تا ما بدونیم نگاه کنیم یا نگاه نکنیم، و اگر مینویسن همون باشه که هست. و اینها یه دفعه دیدم آقا آخر کار مثل آدمای مست که مثلا میزنن حتی وسایل خونه خودشون هم میشکنن و اینها، همه این دیوار خوبی که ساخته بود، ساختمان قشنگی بنا کرده بود، زد و ریخت به هم. حالا حتما میگید چه جوری؟ یه دفعه اسم آقای مانوک خدابخشیان آمد و اسم آقای مناشه امیر آمد و اینها، و دقت کنید بابک خودت هم برو فیلمو نگاه کن، اصلا حالت صورت، حالت دست و حرکت بدن و اینها عوض میشه، و شما احساساتی شدی اون موقع که هیچ کس حق نداره به مناشه امیر توهین کنه، هیچ کس حق نداره به مانوک خدابخشیان توهین کنه، اینا جانشون رو در راه ایران گذاشتن. آقا کوتاه بیا، مانوک خدابخشیان یه آقایی بوده که به خاطر اینکه دو کلمه انگلیسی بلد بوده اون زمانی که دوره شاه خدا بیامرز که قحط الرجال بوده، این تونسته از لحاظ خبرنگاری یه جاهای بیشتر از دیگران بره. حالا بهمنش رو داشتیم، اون آقای روشن چی بود؟ بنویسید اینجا. اونو داشتیم و اینها، جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبودی. بله، این داستان چی بود؟ مورچه و جیجیرک بود یا اینایی بود که میگفت یعنی برای روز مبادا هم شما پسنداز کنید. بله، در صورت آقا هر کسی، ما قربونت برم 20 سال تلاش کردیم که این مقدس بودن، قدیس چی میگن، قدیس میگن، قدوس میگن، نمیدونم چی میگن، استاد قدوس، اینا رو ما بریزیم پایین و بگیم هیچ کس مقدس نیست، از بابک که دوست منه گرفته تا خدا، تا پیغمبر. اگه خدا خدا هست نباید بترسه که سربی دست زده و قدوسیتش کم شده. ما این آوردیم پایین تا جایی که دوستان جوانی مثل شما آقا بابک به خودش اجازه داد بره توی صندوق‌های تاریخ و بگرده ببینه این برگه‌های سیاه آقای نمیدونم بختیار، آقای بنی صدر، حتی همین رضا پهلوی، اینها این همه زحمت کشیدی، این همه این جاده رو صاف کردی، حالا برداشتی بولدوزر انداختی همه رو کندی ریختی کنار. حالا من بهشم، من میدونه خودش اخلاقم براشون مینویسم، روشنزاده خیلی ممنون، بله اون مفسر رادیو تلویزیون روشنزاده، این مانوک خدابخشیان بزرگترین افتخار تو زندگیش اینه که وقتی این عزیز دردانه آقا رضا پهلوی فوتبال بازی میکرده توی اون مدرسه خصوصی خودش، توی اون زمین فوتبال خصوصی خودش، ایشون فوتبال بازی میکنه
بعد آقای مانوک خدابخشی هم باهاش صحبت میکنه. آخه این افتخار رو ببر بده شما تو دکون نونوایی کالیفرنیا ببین یه نصف نون بربری بهش میدن. شکار کرده آقای مانوک خدابخشیان. بابک جان شما بی به من بگو، من نفهمم، شعور ندارم. مانوک خدابخشیانی که تو هر تلویزیونی رفته همه پیشبینیایی که تا امروز کرده یکی پس از دیگری غلط بوده و دروغ بوده، تفسیرهایی که کرده یکی پس از دیگری دروغ بوده، چه کار کرده که من نباید اجازه بدم به خودم که از ایشون ایراد بگیرم؟ اون وقت شما هر کی از ایشون ایراد میگیره شما میگی بهش توهین کرده. آقا توهین نیست، ایراده. مرد حسابی، تو که میای میشینی بغل دست علیرضا امیر قاسمی و میگی فردا اینجوری میشه اونجوری میشه، دنیا اینجوری میشه اونجوری میشه، تا از وضع خودت خبر نداری. من قولت میدم اینها توی، خب بابک آدم موفقیه، توی آمریکا بیزینسی داشته، همسرش خانم فعالیه، کار میکنه، بچه‌هاش اینجا هستن، ولی شما برو زندگی یکی یکی اینا رو نگاه کن که برای من و شما پیشگویی و پیشبینی میکنن. اینا میشه در حد یه فالگیر اینا رو بیاری پایین. حالا اگه دوست داشتی یه روزی با هم صحبت میکنیم، ولی لطف کن خودت اون فیلم رو نگاه کن، به نظر من یه سریشو ادیت کن، پاک کن، هیچ اشکالی نداره. شما میتونید تا یه زمانی مخالف یه نفر باشید، میتونید بعدم به اصطلاح تصمیمتون عوض بشه، طرز فکرتون عوض بشه، موافق و دنبال رو یه نفر بشید. همین تو آمریکا میبینید طرف دموکرات بوده، همین احمق ترامپ دموکرات بوده، حالا میگه من ریپابلیکنم که اصلا یه آش شل قلمکاری درست کرده که هیچ کس نمیدونه این پخی که این هست چه حزبیه. بمانم. ولی آقا بابک شما نباید به دیگران بگی که آقا به این ایراد نگید چون این مورد توجه منه، به این یکی ایراد نگید چون اینم مورد توجه منه. چه فرقی داره حرفی که شما میزنی با یه نادان حزب اللهی که میگه از خامنه ای ایراد نگیر، از خمینی ایراد نگیر، نمیدونم توهین به رهبر انقلاب، توهین به اون یکی دیگه چی بوده، نمیدونم یکیش امامه یکیش رهبره فلان اینا. در هر صورت من به شدت ناامید شدم، واقعا میگم به شدت ناامید شدم. نمیدونم این برنامه که شما آمدی واشنگتن خونه اون دوست تو مریلند بودی، من حتی بهشون گفتم میتونی بیای اینجا باشی، گفت نه خونه دوستم هستم و اینها، با کی تماس گرفتی، با کی زیستی، به قول معروف تا اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگوییم که تو کیستی. در صورت بابک جان فیلم خودت نگاه کن، به دوستات نشون بده، بگو ایباش کجا بوده، محاسنش کجا بوده، محاسن زیاد داشت، خیلی از حرفایی که زدی درست بود، ولی شما فکرش بکن من برم یه جایی سخنرانی کنم از اول برنامه تا آخر برنامه درست بگم، آخرش به جایی که بگم از شما دوستان به خاطر حضورتون در این برنامه متشکریم بگم فلان فلان خوار مادرتون، همون یه جمله همه رو خراب میکنه. شما این کار رو انجام دادی، ممنون متشکرم. آقای مناشه امیر یا به قول ما ایرانیان منوچهر، منوچهر فردی است که من تا امروز نمیدونستم این مناشه یعنی همون منوچهر، مناشه امیر یا به قول ما ایرانیان منوچهر فردی است که در خدمت سیاست خارجی اسرائیل و از مهره‌هایی است که اگر آقای هروی ایشان را تایید کند معلوم است که با ایش که یا ایشان مشکوک هستند و یا اصلا ایشان را نمیشناسد. بذارید حدس و گمان را بذاریم بر اینکه آقای هروی مناشه امیر رو کامل نمیشناسه، که این مناشه امیر واقعا من سالها پیش آمده بود اینجا تلویزیون رنگارنگ، گفتن من با خیلی ها صحبت نمیکردم، میگفتن میخوای با این صحبت کنی، میگفتم من نمیخوام، و حالا اون موقع از اونوری بودم، الان بدم نمیاد باهاشون صحبت کنم، بشونمشون رو صندلی داغ تا ببینم تو مغز اینا چیه. ضمناً اینا حقوق بگیرن، اینا هر چیزی وزارت امور خارجه اسرائیل بده، هر چیزی دولت اسرائیل بده، این مجبور بخونه، انکر هستن، یعنی پول بگی این نامه رو بخون. خب دستان ممنون و متشکرم. این آقای محمد رجبی گفته و خوشحالم که شما دوستان با ما هستید. امروز خیلی از جاها تعطیله چون فردا روز کریسمس هست، اینا دوشنبه هم بذارید من این تاریخ امروز رو هم بذارم اینجا، اینم براتون روشن کنم، امروز رو هم چسبوندن بهش. و میدونید که ما بارها گفتیم وقتی که توی آمریکا یه روز تعطیله
اینا میان و اجازه بدید این دو رو باید میذاشتم، ببخشید، افکت دو، درست میگم؟ بله. و کامرا هم، کامرا یک نه، اوورلی چند میشه؟ اوورلی بذاریم هفت مثلا. اینا تنظیماتی که ما باید قبل از برنامه انجام میدادیم و حاضر و آماده میمدیم جلو شما، ولی اب نداره. حالا دیگه شما هم به بزرگی خودتون ببخشید، اگه نبخشید هم مهم نیست، چون وقتی میگیم چیز کنید، حمایت کنید، حمایت نمی کنید، حالا ما یک کمی عصبانی میشیم، میگیم بخشیدی بخشیدی، نبخشیدی هم خب هیچ مهم نیست. دوشنبه بذار ببینم این درست شد، افکت چنده؟ 5 6 7 اینه. بله دوشنبه دوم، آها حالا میتونم افکت یک رو بذارم اینجا، اینجا هم افکت یک. این افکت و اینا موقعی که ما مثلا این ویدیوی معمولی رو میذاریم بعد پشتش این عکس رو میذاریم، این بهش میگن ویدیو افکت. همین که مثلا یه چیزی هم پاپ اپ میکنه، اینا ویدیو افکته. فکر کنم چیزای ایران بهش میگن جذابیت های ویدیویی، یه اسم اینجوری یه بار شنیدم. جناب سوربی گرامی، مناشه معنی آن درست است، از مسیح گرفته شده که معنی ناجی را میدهد، در تورات منشأ لقب کوروش بزرگ بوده. والا من این تقریبا میترسم کوروشم مثل اسم خدا هست که میگن هزار تا لقب داره و هر اسمی میگه این یکی از القاب خداست. این کوروش هم کم کم یه جایی بغل دست خدا باز کنه. حالا نمیدونم خدا تو جهنمه که مواظب شیطون باشه یا خدا واقعا تو بهشته. در اصل ممنونم از آقای نگهبان، ایشون هم دوست عزیز، هم ایرانی هم شیرازی هستن و خیلی جالبه. یه دم من یادم رفت بود بهشون گفتم که شما ایران هستی؟ گفت آره من رفتم جاهای مختلف دنیا زندگی هم کردم، ولی دلم برای ایران تنگ شده و رفتم ایران و اونجا زندگی میکنم و ایران رو به اصطلاح از همه جا بهتر میدونم. امیدوارم هر جا هستی خوب خوش سلامت باشی و این ایام مخصوصا ایام کریسمس و بعدم سال نو به قول دوستان قدیمی ایام به کامتان باد. خب و اما این آقای بابک هروی، اسم ویدیوش هم هست آخرین سخن در مورد لایو ها در فضای مجازی. البته نمیدونم که خود آقای بابک هروی وقتی به دیگران نصیحت میکنه، اگه شما دنبال روح رضا پهلوی هستین حرف رضا پهلوی رو گوش کنید، چرا خودش نمیکنه؟ آقا حرف رضا پهلوی اینه، آقای بابک هروی هیچ کاری انجام نده، بشین منتظر ایشون. هیچ کاری انجام نده، بشین منتظر آقای رضا پهلوی. حالا اگر افرادی که نزدیکتر هستن بهش به شما بگن یه جایی باید ثبت نام کنی، اون شما رو بشناسه که بعدن شب موعود روز موعود باهاتون تماس بگیره، اون من خبر ندارم. ولی اگر به شما وقتی آمدی واشنگتن قول دادن که آقا این همه مخالفت کردی با این، چی شد؟ یکی دیدی یه پسر نادانی بود میخواست بیاد برات هفتیر بکشه، بعد که تو بهش گفتی آقا تو اگر هفتیر کشی من اینجا اسلحه اصلا تو خونمه در رفت، این اگه بهت یه قولی وعد و وعیدی دادن و خدایی نکرده شمایی که من مطمئنم احتیاج به دیگران نداری رو تونستن فول کنن، گولت بزنن، بذار من برات چی بگم. من یه تیمسار ژاندارمری که شیرازی هم بود سالها پیش به من گفت آقای سوربی با این مخالفت نکن، پول اینجاست، مقام اینجاست، شما بیا ما با هم بریم پهلوش و من قول میدم در حکومت آینده یه مقامی داشته باشی. یه نگاش کردم گفتم شما خجالت نمیکشین؟ خمینی با اون خمینیش، آقای بنی صدر میگه وقتی میمدن مردم پول میدادن، حاجیای بازاری پول میدادن، اینها میگه به اینا بگو ما امروز پولتون رو لازم داریم، ولی این معنیش نیست که ما فردا به شما مقامی میدیم، که البته حالا دیگه میبینیم که چه افتضاح هست. اون وقت اینا اینجوری بودن، طرف تیمسار ژاندارمری بود، اسمش الان یادم نیست، اگه زنده است یه زنگ بزنه پیام بذاره که بیا بریم سوربی با
بریم نهار بخوریم بعد بریم پهلو ایشون. گفتم آره من شنیدم این حتی به هیچ کس نهارم نمیده، که آخرینش دیدید آقای شهرام همایون، باورتون میشه شهرام همایون از کالیفرنیا آمده رفته پهلو این؟ میگه دیدیم رفت دو تا تخمه برای خودش درست کرد، خورد، به ما هم هیچی نداد. بمانه خدا امشب رفته به سراغ مریم جان تا شاید یه آبجی واسه عیسی درست کنه. این خانم تنازی، ما وقتا میگفتیم حمایت، خانم تنازی یه چیزی گفت که دیگه ما خجالت میکشیم. گفت منم مثل ایرانی های دیگه مفتخور هستم و اهل حمایت نیستم. ایشون هنوز وحشیه، حالا انشالله هر وقت اهلی شد و اهل حمایت شد حمایت کنه. آخر سال مسیحی هاست و اینجا به هم خیلی گیفت و کادو میدن. نصف بیشتر این کادوها و گیفت ها و پرزنت ها باید بریزید تو سطل آشغال، اصلا به درد نمیخوره. سعی کنید این کار رو انجام ندید. یه حسن خوبی که در ایران بود اون عیدی که پول میدادن، بعد بعضی ها که بعضشون بهتر بود سکه میدادن. البته خب دلیلش شاید این بود این همه اسباب بازی و وسیله نبود، طرف پول میداد، ولی این دوباره اینجا رایج شده. چون پول که به طرف میدی اون هست که تصمیم میگیره یا اون هست که میبینه چی کم داره میره میخره. ولی وقتی شما به یه نفر مثلا یه بهترین خودنویس رو میدی، اصلا نگاه میکنی میبینی این سالها چیزی ننوشته و این خودنویسان هم هر وقت میبینی یاد شما میفته که براش یه چیزی خریدی که به کارش نمیخوره. در صورت نمیخوام بگم نخری. بعد میگه مانوک خدابخشیان در کدام مرکز استراتژی کار یا تحصیل کرده؟ سابقه خدمتش در دولت یا ارتش کجا بوده؟ چون کسانی که در آمریکا در تلویزیون ها از این نظریه ها میپردازن و میدن حداقل لیسانس حقوق یا علوم سیاسی دارن یا ارتشی بازنشسته هستن. پیشبینی هاش را من گوش میکردم. درست میگی، همه پیشبینی های ایشان بند تنبونی بود. اینو سعید از کالیفرنیا میگه. جالب اینه که سعید همشهری مانوک خدابخشیانه. مانوک خدابخشیان یا آبادانیه یا خرمشهریه. ببین بابک جان، شما اینا رو الان مجبور شدی توی یک برهه زمانی گیر کردی به دلیل اینکه میخوای بگی طرفدار رضا پهلوی هستی. نمیخوام بگم اونا آشغالن، ولی چهار تا آشغال کلرم مجبوری تایید کنی. نکن این کارو. البته خودش برای من نوشته بود که آقا شما هرچی میخوای دوشنبه بگو. ولی جالبیه که هنوز هم رضا پهلوی با من دشمنی میکنه، منظورش بابک با اون بود، و هم طرفدارانش. خب آقا اگه این انقدر کوته فکره که شمایی که مخالفش بودی امروز موافقش شدی ولی قدرت رو نمیدونه، اگه طرفداران این انقدر کوته فکره که یه نفر که تا دیروز مخالفشون قلم میزده و قدم میزده و صحبت میکرده امروز طرفدارشونه، ولی نمیان تو رو، نمیخوام بگم رو سرشون نگه دارن، درست نگه دارن، خب خودت باید بفهمی تو چه مرکز فسادی رفتی. در اصل منتظر هستیم که بابکم یه ویدیوی کوتاهی درست کنه جواب ما رو بده. و اما امروز آخر سال، به نصیحت بابک گوش میکنیم، تمیز میکنیم. وقتی تمیز میکنی چیکار میکنی؟ خاکا و آشغالا رو تمیز میکنی میریزی دور. یکی از این آشغالا یه شخصی هست به نام دی صوفی که من بعدن فهمیدم ایشون هم احتمالاً دکتر یوسفی هست. بعضی ها یوسفی رو یوسفی هم میگن، حالا یوسف درسته یا یوسف درسته، اونا که تو شیراز بودن میدونن یوسف دو تا بچه شهری، یه دیوانه‌ای بود همینجوری رد میشد بیچاره. عبدالرئه یادتونه؟ میگفتن عاشق یه خانمی بوده به نام زینت الملوک بوده. کیه؟ راستی اینایی که شیرازی هستن، این خونه زینت الملوک همون باغ قوامه که من پشتش میرفتم مدرسه، این باغ قوام بود، این کوچه بود، این مدرسه پهلوی. اصلا اون کسی که اسم این مدرسه رو گذاشته بود مدرسه پهلوی، شاه باید میگرفت از کار برکنارش میکرد. یه خونه قدیمی رو آموزش پرورش یا اداره فرهنگ و مختار اجاره کرده بود. اولا باید از زیر یه تونل سیاه و باریک رد میشدی تا بری اونجا. یه جای کوچیک که نبود، خب چند تا به اصطلاح کلاس داشت و اینها. در هر صورت ما یه جای مهمون بودیم، روز شنبه یکی از دوستان گفت آقا من رفتم شیراز و دیدم که جاهای اینها، مثلا شما خونه زینت الملوک میدونید که؟ گفتم نه، بگو ببینیم. عکس‌ها رو که نشون داد گفتم آقا این باغ قوامه، اصلا من در اون منطقه دنیا اومدم،
نه در خیابون، درب شیخ، بعد پایین تر باغ قوام، بعد میرفت پایین تر فلکه مصدق و فلان. نه من در شیخ دنیا آمدم، اونجا نمیگفتن درب شیخ، میگفتن در شیخ. و مدرسه من 2 سال من مظفر رفتم، پهلوی رفتم و مظفر رفتم و شعله، یعنی به این ترتیب شعله رفتم، مظفر رفتم و پهلوی، و بعدم دبیرستان احمدی، بعدم هنرستان محمد رضا شاه و الاخ. دوستان عزیز، ماجرای تمیز کردن آشغالا، یکی از این آشغالا، اجازه بدید من ایمیلش هم نشون بدم. ما اون روز اینجا نشسته بودیم، داشتیم کار ویدیویی انجام میدادیم، یه دفعه یک ایمیلی از یک شخصی که سالهاست هم از دور میشناختمش، هم بعدن از نزدیک شناختمش، هم بعدن دیدیم یه جورم فامیل هست و حالا هم دوست هستیم هم فامیل هست. این شخص اسمش هست اسماعیل میر مظفری، دکتر اسماعیل میر مظفری، که دوستان نزدیکش بهش میگن فخرالدین. شما تا حالا اینو داشته باش، مثلا من در برنامه‌ای که به اصطلاح بزرگ داشت، دکتر مصدق بود، آقای احمدیان آمده بود، خانم هنگامه افشار آمده بود، دوستان دیگه آمده بودن، اینها ایشون رو دیدم و دیدم که توی اون برنامه یکی از کارهای هنری خودش رو گذاشته بود به اصطلاح به عنوان اکشن که حمایت کنه از این جنبش. یه ایمیلی برای من آمد، بذارید من براتون بخونم که شما ببینید چه کسانی تو جامعه ما دکتر شدن و اون کسی که سالها پیش گفته ملا شدن چه آسون، انسان شدن یا آدم شدن چه مشکل، چقدر اینو خوب بلد بوده و میفهمیده. اسماعیل میر مظفری، نگاه کنید یه ایمیل آمده. اولا وای عبدالرئو و یوسف دوتا بچه شهری رو یادم آوردی. آره یوسف دوتا بچه شهری، دوتا یه حشمت درازی هم بود، اونم اذیت میکردن، من نمیدونم. بعد این ایمیل اولا اشکال داره برای کسی که مثل آقای دکتر اسماعیل میر مظفری خودش تو کار کامپیوتر بوده و اینها، بیاد یه ایمیلی بفرسته که توی باکس سابجکتش چیزی ننوشته باشه. و من چون داشتم با کامپیوتر کار میکردم، با تلفن ایمیل رو چک کردم، تو ایمیل تلفن میدونید چیزا کوچیکتر میشه و اینها، دیدم هیچ سابجکتی نیست. حالا سابجکت نبود، ما نگاه کردیم دیدیم هیچ نوشته ای هم داخل ایمیل نیست، فقط یه عکس گذاشتن، اکثر هم درست نگرفتن. عکس هم شما وقتی میگیری، من بهتون بارها گفتم، اگر مثلا میخواین عکس عمودی باشه، سعی کنید این کاغذتون رو یه جوری با چسبی چیزی به دیوار بزنید، تلفنتون رو عمودی بگیرید، ازش عکس بگیرید. چون شما اینو وقتی میخوابونی روی چیز ازش عکس میگیری، این سنسور یا اون چیز حساسی که تو این هست کانفیوز میشه، گیج میشه که شما میخوای عکس از این وری بگیری یا از این وری بگیری، اون کسی که به دستش میرسه عکس خوبی رو نمیتونه شاهد باشه. حالا شما اینو داشته باشید، من این صفحه رو بهتون نشون میدم، ببینید چیزی که برای من با ایمیل آمده این بوده. نگاه کنید، طبق معمول یک نوشته عمودی که وقتی شما میبینیش توی تلفن ممکنه درست باشه، ولی توی کامپیوتر دو طرفش سیاهه. حالا من چون اینو تو تلفن باز کرده بودم، من اینو با همین کج و موجش دیدم، ولی خیلی ریز بود، متوجه نشدم. وقتی هم اینجا توی تاریخش خط خوردگی بود، ببینید خط خوردگی بود، فکر کردم که این، بذارید من اینجا براتون باز نشون بدم، ببینید ما یه اشکال اون یه جا و دو جا و سه جا و صد جا نیست. وقتی من میگم، ببینید اینجا نوشته هگرستاون 920 آرت شوکیس اسماعیل میر آرتیست، این اسم اون محله، آدرس اون محله. آرت شوکیس هم یعنی نمایشگاه، حالا یکی مینسه اگزیبیشن، یکی مینسه آرت، نمیدونم فلان. خلاص ما اینجا رو که نگاه کردیم، اولا با این خط زدن و اینها، من فکر کردم این 15 تا 22 ژانویه است، اصلا این دسامبر رو متوجه نشدم. حالا کی این برای من اومده؟ اگه اشتباه نکنم روز 21 که نوشته بوده دیت، هرچی بوده تاریخ،
نشون میده که اینا عوضش کردن، خطی زدن مثلا 09 بوده کردنش 15 و 22 دسامبر 2018 ساعت 12 تا 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر. آدرسش هم همینه، نوشته 920 فلان اینها ریر انترانس، از در عقب وارد شوید. و خلاصه بعد حالا دیگه این پایین که اصلا دیگه من نمیدیدم چی نوشته. من آمدم مثل یه نفر که یه سوال داره. مثل یه نفر چی؟ من یه سوال برام پیدا شد برای آقای میر مظفری، ولی چون این ایمیل عمومی بود دیدم دوستان دیگه هم اونجا هستن، من نوشتم سلام دوستان. یعنی به یک احمقی این دی یا دکتر یوسفی هست یا دی صوفی احترام گذاشتم. چون جمع بود به همه گفتم سلام. بعد آمدم به آقای دکتر اسماعیل میر مظفری گفتم آقای میر مظفری در بذار اصلا ایمیل رو من براتون بیارم. یک لحظه اجازه بدید من اینجا توی این باکس پیدا کنم این آقای اسماعیل میر مظفری ایمیل. اینم هم میره رو فارسی انگلیسی مو. میخوام براتون بگم دوستان اگر توی مهمونی یکی بهتون گفت این دکتره، فکر نکنید صرفا چون دکتره میفهمن. اولا خانواده یوسفی رو من از موقعی که تو رادیو بودم آشنا شدم با اون یکی که خیلی فعال بود، تالار ایران رو بعدن اینجا راه انداخت در مقابل خانه ایران، و با اون آقای مهدی یا حسام اینا. اولا همه این دکترها اون موقع کایروپراکتور بودن. کایروپراکتور دوستان دکتر نیست. کایروپراکتور حالا چرا بهشون میگن دکتر؟ والا من نمیدونم. کایروپراکتور میرن یه دوره میبینن، اون وقتا یادتونه قصابا دست جا مینداختن، پا جا مینداختن، اینجوری هم بعضی هاشون هم ماساژت میدن حقیقتا. یعنی بیشتر اینام، نمیخوام بگم این یوسفی اینا، بیشتر اینام امبولانس چیسر هستن. امبولانس چیسر به وکیلایی که نشستن منتظر از شما تصادف کنی اینا بدون دنبال امبولانس کارتش رو به شما بدن و بگن که بیا به ما زنگ بزن. بعد از اونا کایروپراکتورا هستن. کایروپراکتورا میگه آقا اگه کسی یواشم زد کون ماشینه شما فوری نگو من تورین نیست، یا به قول شیرازی ها باکیم نیست. این باکیم نیست شیرازی ها یعنی تورین نیست، ولی باکیم نیست توی فارسی یعنی مرا ترسی نیست، ابایی نیست. بمانه به اینا میگن امبولانس چیسه. پس شد کایروپراکتور، لویر یا امبولانس چیسه. خب اینا میان بعد با مریض، حالا بعضی هاشون به تقلب بعضی هاشون هم درستی، آقا این موره گردنش اینجوری شده، این باید 6 ماه بیاد اینجا، من فقط یه چیزی ببندم به گردنش اینجوری برم این شماترم روشن کنم، بعد از 15 دقیقه خاموش که شد کاغذ بدم دست این که آقا تو اومدی، بعدم از بیمه یه پولی بگیرم از این ماجرا. حالا من چجوری آشنا شدم با خانواده یوسفی؟ خانواده یوسفی اون موقع چون رادیو محلی مجانی بود، مگسان دور شیرینی زیاد بودن، هر کی میمد برنامه داشت اعلام میکرد، و یک برنامه ما داشتیم به نام پابلیک سرویس انانسمنت. حتی اگه پدر یه نفر فوت شده بود به ما خبر میدادن، ما میگفتیم مثلا پدر فلانی مرحوم شده، فردا جلسه در فلان جا است. اینجوری بود رادیو. من از طریق اون دوستانی که اونجا بودن، آقای محمد علی ابو قداره و اینها، بعد دو تا نوبت من دو تا برخورد با اون دکتر یوسفی، الان هم اسمش یادم نیست، یا محمد یوسفی بوده، که اینا خیلی یوسفی اینجا زیاده. خلاصه دو تا برخورد داشتم. یکیش موقعی که قهرمانای ایران مال کشتی آمدن اینجا بالتیمور بودن، من به عنوان فیلم بردار توی بالتیمور رفتم برای فیلم برداری، و از روز قبل خب شما میری بچه‌ای که قرار بود فردا بیان، من روز قبلش رفتم و این آقای یوسفی گفت که ما برای شما هم یه اتاق گرفتیم، و این منت میذارن، ولی شما وقتی برای یه تیم چی میگیری چند اتاق مجانی میدن، حتی برای کیفاشونو برن بذارن اونجا. خلاصه یه اتاق داد به ما، 3 نفر 4 نفر بودیم، یادمه آقای اصغر تادی بود، من بودم، خلاصه چند نفر دیگه بودیم که ما اون شب
تو اون اتاقی که خوابیدیم یکی از دوستان که جوان بود گفت من رو زمین میخوابم، شما دوتا که به اصطلاح مسن‌تر هستین روی تخت میخواب. ما خواب یه اتاق ایشون به ما داد و یه شام داد و ما کار فیلم برداری و اینها که حالا اون موقع خبر نداشتیم ایشون چه پولی میگیره با کی رابطه داره و اینها، بعد که اومدیم گفتن آقا اینها اصلا با سفارت جمهوری اسلامی قرار میذارن و اینها میشن اینجا پرموتر رو تهیه کنند، و گفتم آقا من کاری به اون قسمت ندارم، ما پابلیک سرویس اناونسمنت از فیرفکس پابلیک رادیو آمدیم. این یکیش بود. دومیش زلزله بم، یادتون میاد زلزله بم؟ دوستانی مثل آقای ارسنجانی، مثل خانم، اون موقع هنوز 3 میلیون پول نگرفته بود، خانم بختیار، رودی بختیار و اینها چند نفر آمدن، مثل آقای سرهنگ صبوری، مثل آقای بهمن باتمان قلیچ، اینها آمده بودن یه برنامه رو گذاشته بودن که حمایت به اصطلاح کمک به زلزله زدگان بم. حتی رفته بودن با آمریکایی‌ها گفته بودن مثلا این آقای مور کادیلاک یه کادیلاک داده بود که اینو بذارید بفروشید و اینها، که یادمه آقای یزدی خرید، بعد که خرید گفت که او این برنامه رو مثلا یوسفی و اینا گذاشتن، اینا مرتبطن با جمهوری اسلامی، من این ماشین رو نمیخوام، و پس داد و فلان اینا بماند. اینا هم یه اشکال دیگه. توی اون برنامه من اون موقع تو تلویزیون ما کار میکردم، ما تی وی، مهران صدری، من و چند تا از دوستان بودیم. اینا تلویزیون ها رو دعوت کرده بودن که شما این آگهی ها رو دارید 2 هفته میخونید، مردم بیاین پول بدید برای هر صندلی، بعد بیاین اونجا پول بدید، یه سری بلیت هواپیما اعلام میکنن، ماشین کادیلاک اعلام میکنن بخرید. این تبلیغا رو ما مجانی برای اینا انجام میدادیم. بعد گفتن آقا مثلا این تلویزیون 2 نفر بیان. آقای مهران صدری من گفت که من نمیخوام برم. شما میری؟ گفتیم بله. بنده با همسرم، آقای تقی مختار با همسرش، آقای کنگرلو، آقای باحالو، اینا آمدن و میز میدیا رو، یه میز کامل 10 نفره گذاشته بودن. خب ما هم رفتیم مثل آدم نشستیم اون میزی که بهمون گفتن دیگه. باورتون میشه آدم چقدر پست، چقدر رزل باشه که خودش رو دکتر این مملکت بدونه، به کسانی که تبلیغات مجانی انجام دادن تا این برنامه برگزار بشه، حالا که قرار شام بدن به اونایی که نفر 100 دلار دادن شام مثلا یه بشقاب مرغ میارن یا یه بشقاب استیک میارن، به این میز میدیا ساندویچ بیارن بدن. من عاشق ساندویچم، من اگه شما ولم کنی شب و روز ساندویچ کالباس میخورم، کتلت میخورم، کوکو میخورم. ولی اون شب که شما میری آخه یکی بگه مردک احمق، شما اگه نگاه میکنی بعضی جلسات این اعضای پرس رو یک گوشه‌ای درست میکنن، صندلی هم ندارن، میگن با وایسین، اینا هم رو سر هم، دوربین اون رو سر اون، میدونه که اینجوریه، میخواد بره میخواد نره. ولی وقتی شما یکی دعوت میکنی توی مهمونیت که دیگه فرست کلاس و سکند کلاس هواپیما نیست که یکی بشونی دم توالت، یکی ببری اون جلو شامپاینش بدی. من اولین کسی بودم که این خوراکو زدم جلو و دیگرانم شروع کردن صحبت کردن. حالا ببین کاری که خراب کرده آقای یوسفی، آمد خرابترش کرد، آمد یکی یکی اونا رو برداشت، آقا بی برو سر فلان میز خالیه بشین اونجا، یعنی طرف پول داده نیومده، حالا شما برو آقای کنگرلو بشین سر این میز، آقای مختار برو بشین سر اون میز. آمدن به من خانم من گفتن شما پشین برین سر اون میز، گفتم من همینجا میشینم، جایی هم نمیرم، شامم نمیخوام. ای مردشور این شکمو ببره که برای یه تیکه مرغ انقدی یا برای یه تیکه گوشت چشی بهش میگن اینجا مال گوشت گاو، اون یکی که به اصطلاح خیلی خوبه. گفتم من همینجا میشینم، برنامه تموم شد میرم. خلاصه نرفتم. بعدم بفتم توی تلویزیون درست این ماجرا رو تعریف کردم و مردم شروع کردن زنگ زدن فوش دادن که بله آقا این خانواده، اولا اینا مثل کرمانی هن. حالا من اصلا نمیدونم این صوفی با اونا هست، ولی چون نوشته بود دی و معلوم شد یکی از همین دکترای یوسفی هست، منو برد تو اون حال هوای اون 2 دفعه که با اینها برخورد داشتم، یکی کشتیگیرای بالتیمور، یکی مجلس
زلزله زدگان بم و کمک یا حمایت زلزله زدگان. این اکبری میگه خانم تنداد میگه منم دیوونه ساندویچ و به ویژه پاریس ساندویچ های خوشمزه. اگه به شما بگم من اومدم اونجا باگت خریدم با کولد کات که همین کالباس و این چیزا میشه، رفتم نشستم این برج ایفل اونجایی که یه چیز خاکی هست نشستم ساندویچ خوردم، ممکنه بگی این سوربی دیوان است. سعید میگه که توی ایران به کایروپراکتور میگن قلنج جا انداز. اوایل انقلاب توی ایران جمعشون کردن، اون هم به خاطر اعتراض دکترهای ایران بود. وای عبدال اوکی اونم شما آقا سعید داری گوش میدی الان توی گوگل بنویس Is chiropractor a real doctor؟ همینو تایپ کن ببین چی میاد، لینکشو بذار اینجا. Means no they are not doctor. اینا میرن یه دوره میبینن ولی تو روزنامه مینیسته دکتر فلانی دکتر فلانی. یادتونه اون وقتا طرف میرفت دندونسازی، دوستان با دندون پزشکی فرق میکرد، دندونسازی اونایی بودن که با این چرخ و ماشین و اینها دندون مصنوعی درست میکرد، یکی میرفت بغل دست اون کار میکرد بعد میمد میمیش دندان پزشک یا دندانساز تجربی فلان. این بدبختی مملکت ماه که با مدرک اینجوری میشه. حالا من هنوز دارم دنبال آقای میر مظفری میگردم که بهتون ایمیل رو نشون بدم بعد ببینید که ما کجا قرار گرفتیم و حواستون باشه این افراد نیان. آره توی وقتی که من راجع به اون یوسفی ها اینجوری گفتم و اینها، دوستان تماس گرفتن گفتن آقا اینا یه خانواده هستن از کرمان آمدن و اینها و همه هم قمشون هم اینی که همه بچه هاشون بشن دکتر. و به قول این سعید کاووسی گو آقا شما نگاه کنید این دکترها نه تو ورزش خوب بودن، حتی تو درس خوندن هم مامان و باباشون باید درس بخوندن و الان خودشون پخی نبودن به زور. حالا هرچ دکتر خوبم داریم اوکی. و اینا هنوز تا هنوز با وجودی که آمریکا هستن میگن هر هفته همشون جمع میشن یه جا، یه نفر گو آقا اینا اصلا هر شب تو یه خونه خوراک میخورن. حالا اینم میخوان لابد اقتصادی باشه و فلان اینها و اینم تازه فکر میکنن به این باید افتخار کنن. نه آقا، نشون میده شما مثل اون گاوبازی که از فارم از مزرعه آمده ولی فارم و مزرعه و ده از مغزش بیرون نرفته، شما هم از کرمون و از ایران آمدید اینجا ولی ایران با خودتون آوردید، حالا یه خونه بزرگی گرفتید اونجا جمع میشید، نه با مردم آمریکا در تماس هستید نه با ایرانی های دیگه در تماس هستید و الی آخر. ولی برگردیم به این، میگه سوربی جان موسیو کالباس ماتادور نزدیک سینما سعدی. نه یه موسیو تو پاساژ سینما مترو بود، اون فقط هم کتلت میفروخت، فکر کنم روزی 100 تا ساندویچ می آورد، ساعت 3 چرا 12 بود کی بود 3 4 باز میشد تا سینما مترو، اون عالی بود. ولی موسیوی دم سینما سعدی من نمیشناسم، چون دم سینما سعدی من میرفتم پهلو هوشنگ یسمه. آها این داور ویسن، اون هوشنگ یسمه بود، کلیمی بود، بعد از انقلابم اونجا رو کرد فرش فروشی چیز پارچه فروشی و درست سر کورنر بود و یک مسلمان هم براش کار میکرد، فکر کنم جمال بود، یه آدم کوچولهی بود بمانه نمیذاری یا این فرزادم آمد، حالا ما گرسنمون هم هست دهن ما رو آب انداخت. خب اون نامه ای رو که این به اصطلاح یک ایمیل بی موضوع، یه ایمیل بدون متن، یه عکسی فرستادن اونم کوچیک و کج، من فکر کردم ژانویه اینا نمایشگاه دارن، برداشتم نوشتم، حالا ببینیم این هست یا نه. دوستان نوشته من رو شما نگاه کنید، براتون اینجا بزرگ میکنم و اینو هر کی خواست من براش میتونم بفرستم که ببینه من بدون هیچ دخل و تصرفی دارم اینو نشون میدم بهتون. نگاه کنید کامرای 3، این کامرای 3 براتون میخونم حالا نگاه کنید. سلام به شما دوستان، یعنی احترام اونهایی رو که در این جمع هستن گذاشتم، حالا یا کاما یا ویرگول هر چی میگی، آقای دکتر میر مظفری آیا دیگران هم میتوانند
در این نمایشگاه شرکت کنند به عنوان فروشنده، من مایل هستم تعدادی از تابلوهای نقاشی آقای سالار احمدیان را به فروش برسانم با امید دیدار تلویزیون مردم سر. شما اینو داشته باشی. حالا این دکتر مملکت ماست دوستان، گوش کنید یا ببینید ورداشته چی نوشته. نگاه کنید، نمیدونم اینجا شما میتونید ببینید یا براتون بزرگش کنم، ولی مهمش همین جمله اول بالاست و من آدرس ایشونم بهتون نشون میدم، چون از ترس بعدن لابد یا خانوادهش یا دوستان بهش گفتن آقا بد جایی رفتی، در رفت، دومشو گذاشت لای پاشو رفت. نوشته What kind of a question is that؟ نه سلامی، نه علیکی، این چه نوع سوالیه؟ The man has created a show to sell his product to raise some money. حتی نمیگه دکتر میر مظفری. The man از سوم شخص استفاده میکنه. این آقا created، حالا ترتیب دادن اینام نه، created یک نمایشگاهی رو خلق کرده تو چند تا به اصطلاح تولیدات خودش رو بفروشه و یه پولی به دست بیاره. Why would he، چرا او باید، or should he share the venue with you or anyone else، او چرا باید این venue، مجلس، جلسه، هرچی، چرا باید این برنامه رو با شما یا با هیچ کس دیگری شیر کنه؟ It is really sad to see someone like you. اولا like you یعنی چی؟ تو منو میشناسی؟ این خیلی غمگینه که یه نفر مثل شما living in US for so long still try to use old fashioned technique from your ancestor to proposition this man is in a mess mailing. اصلا یکی به این بگی مردک، میگه خیلی قبیحه که یه کسی مثل شما که این همه سال در آمریکا زندگی میکنه بیاد هنوز تکنیکای جد و بر جدش رو، اجدادش رو استفاده کنه و این مرد که ایمیل عمومی فرستاده، you could have emailed him directly، تو میتونستی به خودش بفرستی. No, this is not a charity event, sir. Or better yet, Scrooge. اولا اسکروج مادر و پدرتن که تو رو پس انداختن از بس. اسکروج یک مرد خسیسیه که ایام کریسمس حتما فیلمش هم میبینید به کسی کادو نمیده فلان نه. این احمق هر کی هست دومشو گذاشته لای پاش در رفته، ولی من برای همه فرستادم. اولا بی ناموس، اولاق، سکخور میدونی کیه؟ تو ایران اینایی که خر سواری میکردن یه چوبی دستشون بود، مثل اینایی هست که فیل سوارن میخ داره، یه میخ زده بودن تو این چوب اینجوری میزدن به بغل خر، به این میگفتن سکخور، نه دکتر. این تو ایران، تو آمریکا تازه رسمه که یه نفر، و دیدید شما حتما آقای مهدی تبریزی برنامه میذاره، میگه اگه کسی میخواد کتاب بفروشه یه میز میاره میذاره اینجا $30 میده کتابش میفروشه، یا میگه اگه میخواد میتونه کتاب بفروشه از درآمدش به منم سهمی میده. و این همکاری و شیر کردن یه جا اتفاقا من تو آمریکا یاد گرفتم. خانم شوره عاصمی برنامه میذاره برای نوروز، هر چادری رو میده اجاره $500 $1000 بستگی به محلش، مسئله بزرگش. یه وقت شما مینویسی که خانم شوره عاصمی من میتونم بیام اونجا، میگه دیگه جا نداریم. آخه اولاق، بذارید من ایمیلش رو بهتون نشون بدم که ببینید این اولاق کیه واقعا. دی صوفی یا فلان اینجوریش کنم فکر کنم پیدا میشه. یک بله، اینم ایمیلش دوستان، شما براش بنویسید که اولاق کاری که سوربی انجام داده یک کار رایجه، و چون اون به
عموم فرستاده بود، منم اینو با تلفن داشتم چی میکردم، وقتی فرستادم برای عموم فرستادم. ولی سوالم از دکتر میر مظفری بوده، نگاه کنید، دی نقطه صوفی، بعد تو پرانتز نوشته دی یوسفی ات msn.com. بعد من برای این نوشتم اصلا شما کی هستی؟ من یه سوال از این چیز کردم و اینها، که حالا بعد یه دوستی ما داریم اینجا، آقا غلام عباسی، خیلی آدم کولیه. البته چند مدت پیش مشکلاتی تو زندگیش پیش اومده بود و اینها، بچه های کانون همه میگفتن آقا این دیوونه شده و اینها. گفتم آقا ما هر روز دیوونه هستیم، این بنده خدا رو ممکن تازه چند روز دیوونه شده باشه. این نوشت ولست، من نوشتم آقا ولست داری به اون میگی یا داری به من میگی؟ بابا اسم بنویسی، همینجوری که من میگم آقای میر مظفری، من میتونم تو این نمایشگاه شرکت کنم؟ خب آقای میر مظفری میتونست بگی بله چه فکر خوبیه، کار یه هنرمند دیگه بیاد اینجا، ضمناً شما هم ما اینجا رو اجاره کردیم، احتمالاً این مکانی هم که اجاره کردن مال اینا، چون اینا احتمالاً وضعشون خوبه، از لحاظ چی اجاره بده به ایو چی بخره، میدون اینا هرچی هم کار میکنن مثل خر نگه میدارن، اینجوری نیست که خرج کنن زندگی خوبی داشته باشن، ممکنه خونه های بزرگ داشته باشن ولی شب هم اگه میشه خوراک نمیخوره، تا پس بچه‌هاشون خوراک بخورن، اگه زیادی دیابا این اینا اینجوری زندگی میکنن. در هر صورت اگه کسی این دی یوسفی رو میشناسه، چون خیلی هم همش نم دکتر یوسفی دکتر یوسفی، یک میگم اول همه چندین آفیس همین قلنجا انداختن داشتن، بعد حالا مثل که بگیم نسل دومشون رفتن شدن نمیدونم متخصص پوست، متخصص باسن، متخصص جراحی پلاستیک، از این چیزا. آقا دکتری تو سرت بخوره، ما اینجا جارو کنیم 100 تا دکتر اونجا میریزه، به من چه؟ بعد مرده که ازگل عوضی پوفیوز، من از آقای میر مظفری سوال کردم، اون میتونست جواب بده، نه آقای سوربی جا نیست، نه آقای سوربی این نمایشگاه به کارهای من اختصاص داره و الی آخر. آخه تو کی هستی پوفیوز که خودت رو کت خدای این منطقه میدونی؟ دلیلی که من فکر میکنم اینم از همین یوسفیا باشه، از الاغ بودنشه. حالا ممکنه حسام از من ناراحت بشه، مهدی از من ناراحت بشه، جمال از من ناراحت بشه، محمد از من ناراحت بشه، I don't care, I don't give a damn. یه نفر باید به شماها میگفت که شماها یه مش پوفیوزی هستین که فقط یه پیشوند دکتر به خودتون اضاف کردین، چون میدونستین یه چیزی کم دارید تو زندگی. حالا برین خوش باشین همتون. هر کیم ای دی یوسفی رو میشناسه at msn.com، باز بهتون آدرس نشون میدم، یا براش ایمیل بزنید، بنویسید سوربی امروز روی میز جراحی حسابی تیک تیکت کرد. حالا اینا دکتر مملکت ما هستن، اینا مهندسای مملکت ما هستن، اون وقت شما از آخون چه انتظاری دارید؟ اینه که من عصبانی میشم. اینم ماجرای خونه تمیز کردن، گفتیم این آخر سالی تمیز کنیم، اون اشکالی که از بابک دیدیم بهش بگیم، امیدواریم بابک گوش میکنه، بابک گوش میده میره نگاه میکنه، بره نگاه کنه برنامه خودشو، شما هم برید برنامه بابک رو نگاه کنید ببینید این بابک همون بابک قبل از رضا پهلویه. و اگه قراره هر کسی به رضا پهلوی که میرسه اینجوری خودخواه بشه، اینجوری زورگو بشه و اینها، آقا ببخشید آقا بابک، والا بی خود نی ملت به همین آخونده راضی شدن، به قول شما این بر مجاهده هستن. آقای ساغرچی خیلی قشنگ گفت، بعض وقتا ما دقت نمی کنیم، میگه شما نگاه کنید به مجاهده، این اصول شورای فلان و ایناشون هم اونم یه فلسفه توشه، میگه خب شما میگید مجاهدین نمیخوایم، میریم سراغ شورای ملی مقاومت، میگه اگه 700 نفر باشن 50 نفر آدم های مختلف باشن 650 باقیش مجاهده، و اینا موقع قانون نوشتن، موقع قانون اجرا کردن، موقع انتخابات همیشه اینا اکثریت دارن. دوستان چشم و گوشتون رو باز کنید، این برنامه ها رو نگاه میکنید، یکم با دقت بیشتری توجه کنید ببینید کجا داریم میریم.
بازم بابک هروی حرف بسیار قشنگی زد، گو اینایی که میان برنامه لایو میذارن و صداهای ضبط شده همدیگر میذارن، هی زیرش نگید آقا آفرین بر افشاگری. این افشاگری نمیکنه، این داره میگه من تا دیروز با این مردک کثیف و پلید بودم، امروز این مردک کثیف و پلید دیگه منو بازی نمیده، دیگه منو سر سفره خودش قرار نمیده. این افشاگری نیست. اگر یکی از اینا موقعی که با هم هستن، موقعی که دوست هستن، آمدن یه چیزی رو افشا کردن، اون میشه افشاگری. بابک هروی رو من افشا کردم امروز، میگم آقا من دوستتم، این کاری که شما میکنی من مطمئنم شما نه پولی گرفتی این چیزی که اومدی، ممکن حالا بلیت میلیت خریده باشن داده باشن که اون باید بدن چون شما روزتو گذاشتی اومدی اینجا. خب ببینیم چیه. ازگل یک لغت تهرانی است که در شیراز میگن کلومی. آها کلومی میشه پشت کوهی، که البته پشت کوهی دیدید یه نوشته نوشته بود خیلی قشنگ نوشته بود، بله من از پشت کوه آمدم. چون شما که این ور کوه هستید، وقتی که من از دوزیا میگم، از کلاهبرداریا میگم، میخندید به من، میگید این چه ساده است، انگار از پشت کوه اومده. یعنی پشت کوهی ها ساده هستن. کلومی که شما میگی منظور این بود، توی مزاره وقتی شما میرفتی این گلایی که بارون خورده بود و اینها میچسبید به هم، شکل سنگ بود ولی اگه پرتش میکردی میخورد زمین پخش میشد، گل بود. یعنی یه مجموعه گل که بر اثر آب و گرما و اینها چسبید بود به هم، به این میگفتن کلومی. دلیلی که به بعضیا توهین میکردن میگفتن کلومی، میگفتن این توی ده زندگی میکنه که حتی توالت ندارن، توی مزرعه باید خودش رو فلانجاش رو با این کلم یا همون سنگ، گلای سنگی یا سنگای شکل گل تمیز کنه، و میگفتن فلانجاش مثلا خط خطی شد. بمان یوسفی is a chiropractor and I think he is divorced. والا شما از دیورس بودنش نباید تعجب کنی، اینا اگه زن داشتن زن باش زندگی میکرد باید تعجب کنی که چه بدبختی میتونه اینو تحمل کنه. من اونی که میشناسم الان اسمشم یادم نیست واقعا، نمیدونم محمد یوسفی بود کدومشون بود، همون بود که بعدن اومد تالار ایران. آقا ما اینجا خانه ایران داشتیم، بالاخره لنگ لنگان قدمی بر میداشتن، برنامه میذاشتن شب چهارشنبه سوری، شب یلدا، سیزه به در، تا اگه دکتری بهشون کمک کن. خودش اومد رفت با همین باتمان قلیش دوباره. و اصلا یکی بپرسه چه رابطه ای بین این یوسفی با باتمان قلیچه که زلزله بم میشه باتمان قلیچ میاد، نمیدونم خانه تالار ایران را میندازن ساختمونه مال باتمان قلیچه. باتمان قلیچ هم که همتون میدونید از چه خانواده ای هن، همینجا چقدر آدم ها رو کلاشون رو برداشته، یکیش خود من، البته من دهنش رو سرویس کردم. خب محمد یوسفی، بله منم فکر میکنم اون محمد یوسفی بود، اون بیشتر بود، بعد حسام و مهدی و اینها آمدن، اون جمال و اینا هم که جوانتر هستن و اصلا من فکر نمیکنم با اینا هم در رابطه باشن. در اصل ممنون و متشکرم دوستان عزیز. فرخ سپهرار یکی از دوستان قدیمی، یکی از مهرهای قدیمی این شهر، هنرمند، و نمیدونم چرا یه برنامه نمیذاره با دوستان از این کثافت سیاست و مشکلات ما ایرانی ها ببره مردم رو یه نیم ساعت یه ساعتی با موزیک و خنده و جوک و اینها. اینم از بله. در صورت از تمام شماها که سال 2018 برنامه داریم هنوز، تا امروز چند شنبه است، امروز 24مه، 26م هم با شما هستیم، 28م هم با شما هستیم، 31م هم باز با شما هستیم که 31م دسامبر میشه شب سال نو. این ماجرای مثلا امروز رو میگن کریسمس ایو، مثل ما هست روز پنج شنبه میگیم شب جمعه، کریسمس فردان، ولی اینا میگنش امشب شب کریسمس. و در صورت شب نیو ایر ایو با شما خواهیم بود، تا اون موقع امیدوارم حمایتاتون برسه. و اما این دوستان میگن آقا شما هی میگی
جنبش نیست، رهبر نیست. این آقای خیاط باشی رو نگاه کن، با برنامه‌هاش ما هم نگاه کردیم، آقای خیاط باشی مهندس بیلی شبکه صفر خود به خود آدم بذله‌گویه و برنامه ساز خوبیه. آقا باید خوبیشو بگی بعدشم بگی. گفت چون که بعدیشو گفتی از خوبیشم بگو. یه شعر خیلی قشنگه فکر کنم مال حافظه. برنامه رو ما نشستیم نگاه کردیم، دیدیم اول داره از این میگه که غائب بوده و به اصطلاح نبوده و حالا برنامه. میدونی وقتی شما برنامه نداشته باشی، غائب باشی، بعد از چند مدت بیای، اون برنامه اولید یه کمی تق و لق جا نیفتاده، مثل برنجی که دم نیومده باشه، مثل چایی که دم نیومده باشه. چرا؟ ما همه چیزامون باید دم بیاد. حالا این دم معنیش زندگیه یا معنیش دود و دمه؟ در هر صورت برنامه رو شروع کرد، گفت از امروز میخوام حالا تلفن بذاریم، بینندگان زنگ بزنیم، از امروز چنین و چنان و اینها. هی فیلمای اینو نشون میدن، جوکای اون رو نشون میدن، برنامهش متنوع خوبه. منم براش نوشتم آقا نایس جاب، کیپ اپ دوینگ گود، به اصطلاح گود ورک و اینا، کیپ اپ دی گود ورک. بعد یه دفعه دیدم اون دوستمون برای ما گفت آقا آخرش نگاه کن. گفتم چیه آخرش؟ نگاه کردیم دیدیم آقای دوستم، به خدا من این شوخی نمیکنم، این چیزی که اینا میگن اصلا براتون میذارم خودشو نگاه کن. آقای حسن خیاط باشی الان میگه حالا از یه روزی، یعنی هنوز نمیدونیم، از یه ساعتی یا 10 یا 11، یعنی هنوز نمیدونیم، بیاین بیرون تو خیابون، تو کوچه، تو کوچه‌تون، از در خونه‌تون بیاین بیرون فریاد بزنید مرگ بر دیکتاتور. اینا که نمیتونن بیان شما رو بگیرن. شما اینو داشته باشید. اینا رو کی میگه؟ آقای خیاط باشی میگه که خداشون توی کالیفرنیا میگن توی ایران خفقان هست، همسایه ها همدیگر رو گزارش میکنن، نمیدونم تو هر کوچه 6 تا پاسدار هست. بعد آقای خیاط باشی گیرم که شما روزش رو معین کردی، ساعتش هم معین کردی. حالا بعد از این که روز 32 مهر، اشتباه نکردم عمدن میگم 32 که شما بخندید به حقا، 32 مهر حقا میخواست نمیدونم بره ایران، اون یکی دیوانه تیمسار فلانی میگفت فلان ساعت بیاین بیرون از خونه همدیگر رو نگاه کنید، یه سرم تکون بدید برید تو. یعنی ما دیگه الان نمیتونیم مکالمه کنیم، فقط باید با سر و لابد بعدم با دممون حرف بزنیم. تیمسار روانی روحانی واقعا، برید نگاه کنید اینا رو. خب گیرم که شما اونم معین کردی، حالا میایم سراغ دکتر عقب افتاده ایمان فروتن. میگه چراغا رو خاموش کنید، یه روز دیگه میگه همه چراغا رو روشن کنید. حالا همه این ساعتا رفت کنار، یه دفعه فکر کنم مجید خوشنودی یا نوروزی، یوزری نوروزی نوشته بود ساعت 8 باید خاموش کنیم، ساعت 9 باید روشن کنیم، ساعت 10 باید داد بزنیم، ساعت 11 باید فلان کنیم. برو آقا ولم کن، من از اصل نشستم برنامه ترکی رو نگاه میکنم. بمانه آمدند اینها فریاد زدند. شما فکر میکنید چند نفر تلویزیون شما رو میبینن؟ کانال 1 برنامه تبلیغ مجانی ها. ببینید من انصافم اینه که اگه میام درباره بابک صحبت میکنم، تبلیغ کتابش رو مجانی میکنم. البته تبلیغ جاییه که یک کسی پول میگیره، این نه پول میگیره نه پول میسازه. بهشم این پشتم میخونم براتون که چه جالب نوشته. حالا اگه درباره آقای حسن خیاط باشی مهندس بیلی خودمون شبکه صفر صحبت میکنم، اینم تبلیغ مجانیش. ایشون هفته یه ساعت نیم ساعت برنامه داره در کانال 1 و داشت تعریف میکرد که چون نبودیم ساعتمون عوض شده، حالا ساعت 7:30 فلان اینا بمانه. ولی آقای خیاط باشی شما فکر کنید تو ایران 80 میلیون نفری که 40 میلیونش به گفته داور دارن رنگارنگ رو نگاه میکنن، چند میلیونش شما رو نگاه میکنن؟ اینا کجا هستن؟ اینا افراد بالا شهر هستن یا افراد پایین شهر هستن؟ پایین شهری هستن که دلشون به یارانه احمدی نژاد خوشه و منتظرن و گشنه هستن و هیچی ندارن، احتمالا تلویزیون و دیش و میش و پیش و اینا هم ندارن، نمیخونه حرفایی که شما میزنی. یا بالا شهری هستن که آقا و آخوند و شازده و اینا هستن، اصلا برنامه شما میگن آقا اینا مش احمق عقب افتاده هستن و اینا بیان بیرون. همسایه من بیاد بیرون، الان مردم بیشتر تو آپارتمان زندگی میکنه، فریاد بزنه مرگ بر دیکتاتور، بعد بره داخل، فرداش چی میشه؟
اگه نیان بگیرنش و چوب تو آسینش نکنن و نیان دیش و میشه بکنن، فرداش چی میشه؟ شما فکر کردی اگر بدونی که بخوای یه دفعه مردم شما رو به رهبری قبول کنن، این جنبش بیا بیرون داد بزن برو بخواب جنبش بشه، بعد از این همه جنبشه که تلویزیون شما همین کانال یه ما هستیم ما نیستیم، ما پستو ما پیشتو، این همه جنبش درست کرده، شما ناخودآگاه شدی رئیس و رهبر این جنبش، فردا برنامه چیه؟ فردا چه خاکی میخوای بر سر خودتو بر سر مردم بکنی؟ آقا خجالت بکشید، برنامه ندارید مثل سربی بیاین پیله کنین بین اون، مثل آقای چیز گفت که آقای خسرو بهرامی گفت این یهودی ها توی نیویورک گفتن سربی پاچه این اونو میگیره، گفتم بهشون بگو شما نگران نباشید، شما که پاچه نداری شما سم داری. دیدید این جنایی که تو همون میمدن، فیلم چی بود آقای پرویز صیاد، حسن کچل، بله، میگه که یه درجدار ارتش به نام باتمان گلیچ کلنگ به دست گوش به فرمان آخوند بود. آقا درجدار نبود، تیمسار باتمان گلیچ بود، تیمسار باتمان گلیچ، ارتش شاه که در رفت برای این بود که تیمساری مثل باتمان گلیچ تیمسارش بود، مردک کلنگ برداشته رفته زده محفله، برو عکسشو نگاه کن، درجداری نبود که شما بگی این تا کلاس ششم خونده بعدن رفته یا تا کلاس نهم خونده رفته ارتش، تیمسار شاه بود، یکی برام بفرست عکسشو بذاره اینجا زیرا، من نمیدونم یعنی چی نوشتی شما، دنی کافه دست از چه بیموست، دانی کف دست از چه بیموست، چون کف دست مو نداره زیرا کف دست مو نداره، بالاخره چسبوندمش به هم، بله اینم از این. اون درجدار نبود قربان، حضرت القدس بهایان را خراب کرد، میدان شهیاد جایگزین حضرت القدس بهایان است، آیا نیست؟ ماجرای میدان شهیاد اون آقای حسین امانت درستش کرده اگه اشتباه نکنم، این شاه و دوربریاش انقدر نادان و کمدان بودن متوجه نشدن که این بیلدینگ 9 تا پنجره ای سمبل بهاییته، میدونید بهاییان برای که یه دخل و تصرف تاریخ و تقویم و اینا کرده باشن 9 19 تا ما دارن، هر ماهشون 19 روزه، نمیدونم هر سوراخ مراخی پیدا میکنن باید 9 تا سوراخی باشه، دوستان یادتون باشه آدم هم 9 تا سوراخی ها، هیچ وقت فکر کردید؟ اگه فکر نکردید از بالا بشمارید بیاین پایین، 2 تا 4 تا 6 تا 7 تا، 2 تای دیگه‌ش هم بگردید دنبالش، بله تیمسار بود، بله فرخ هم میگه تیمسار بود. ممنون و متشکرم دوستان عزیز، و امروز با آقای پرویز مینویی نخواهیم بود به دلیل اینکه هم امروز قرار بود تعطیل باشه و من در ناباوری دیدم که پستچی ما آمد، این ماجرای پستچی الان چند ساله میخوان شنبه ها رو تعطیل کنن، به این نتیجه رسیدن که نمیشه چون خیلی ها دارو براشون 3-4 روزی یه بار میاد، دوستان توی آمریکا بعضی ها پول ندارن دوا بخرن برای یه ماه، بخرن برای 3 ماه، من برای 3 ماه میخرم چون ارزون تر میشه. اون دوست شیرازی اونم به تبریک میگم، امسال چند تا پیغام گذاشتی ولی نه اسمی نه شماره تلفنی، همش هم میگی شماره تلفن من اینجاست، آقا این یا خانمت یا پسرت هر کی این تلفن رو راه انداخته تلفن شما به صورت انون میاد یا نو کالر آی دی، من شماره تلفنی نمیبینم، تازه اگه ببینمم به افراد زنگ نمیزنم که شمارهشون اینجا، به اونایی زنگ میزنم که شمارهشون رو گفتن. درباره تلفن گفتم و اینها، اون دوستون فرزاد اگه اشتباه نکنم گفتم پیغام گذاشته بود از آلمان و حالا یا من بد شنیدم یا ایشون واقعا به کفاره گفته، کفاره به اصطلاح مستی های بی حساب مخمور در جمع دوستان بودن است و اینها. بعد اون دوستون از خلیج فارس که تحقیقات چند ساله داره با وجود که مهندس آرشیتکت هست در رشته ساختمان ولی در ادبیات فارسی عربی انگلیسی، اون به من گفت که آقای صوبی چون شما پرسیدی که کفاره درسته یا کفاره، این کاری به اون کفر و اینا نداره، کفاره درسته یعنی مثل که جزا یا نمیدونم. خب it's funny
این دوستمون آقای بها ابهری برام یه ایمیلی فرستاده از رضا، الان اسمش یادم رفته، بذار. اینم معروف شد، سی ان ان هم بهش برنامه داد، بعد خودشو خراب کرد. البته بیچاره آمد نظرشو گفت، ولی یادتون باشه حتی تو تلویزیون آمریکایی هم نمیتونید نظرتون بگین. رضا اصلان، رضا اصلان کتاب نوشت هیچ خدایی نیست بجز الله، there is no god but god، یه هم چیزی. خلاصه خیلی سر و صدا به پا کرد، خیلی معروف شد، یه برنامه درست کرد تو سی ان ان، منم تو واشنگتن دیدمش، یه برنامه سمیناری بود، من فکر کنم 14 ساعت از اون فیلم برداری کرد. بعد وقتی که این شالاتان شد رئیس جمهور، این برنامه داشت تو سی ان ان، گفت که تو سرشکستگی هستی برای ما آمریکایی‌ها، و انداختنش بیرون. باورتون میشه؟ البته فقط سی ان ان نیست، فاکس نیوز، این کارسون کیه آمده بود یه چیز گفته بود، اول راجع به پیشاهنگا، بعد راجع به خارجی ها، حدود 20-30 تا از اینایی که تبلیغ میدن تلویزیون های دیگه. اینجوری نیست که شما مفتخوری کنی سوربی هم بیاد دیوانه باشه بشینه اینجا برنامه بذاره که یه احمقی بگه شخصی مثل شما، بعدم بگه اسکروج، همین دی یوسفی، یوسفی. تلویزیون های آمریکایی وقتی برنامه میذاری، یه عده میان اسپانسر میشن، نه اسپانسر نمیشن، یه عده میان آگهیشون رو تو برنامه تو پخش میکنن. بهتون بگم، من وقتی تلویزیون رنگارنگ رو شروع کردم، اینایی که میخواستن شبی که من برنامه دارم فرش بفروشن، با هم دعوا میکردن، پولای بیشتری میدادن به داور. ما که نمیدونستیم، بعدا فهمیدیم که مثلا شبایی که من برنامه ندارم 600 دلاره، شبی که من برنامه دارم قیمت تلویزیون میشه 2000 دلار، که برداشتن نوشتن سوربی the most controversial، یعنی مجری بیشترین بحث برانگیزترین مجری تلویزیون های ایرانی. بمانه، آقای امانت پر طاووس را شهر نداد، باب یعنی دروازه. بله، یه فیلمی هست گیت، آقای پرویز اونو نگاه کن، اگرم نیست روی این به اصطلاح چیزایی که آقای ارشاد گذاشته میتونی پیداش کنی. من این را هم ببینم و ببرمتون در اون پیام ها، ببینم من این پیام دوستم رو که گذاشتم اینجا میتونم پخش کنم، و آیا ایشون واقعا گفته کفاره یا گفته کفاره. یک لحظه، هر چی میرم پایین نمیتونم اون تلفن از 49 رو پیدا کنم. بله، مهدی تبریزی رو پیدا کردم، 900ش، آها، پیدا شد. من وقتی میرم یه جایی که خیلی معطل میشم، اینجا بیشتر شماره بهت میدن بشین، بعد که خیلی معطل میشم یه کمی هم تخس بازی در میاریم، شیطنت میکنیم. وقتی صدا میزنه مثلا من 46ام، مثل اینایی که میرن قمار دبلنا میگفتیم. چرا تو ایران به بینگو میگفتن دبلنا؟ من مثل اینایی که توی بازی دبلنا مثلا آخرین شماره شو میاره، همه شماره رو گذاشته، عدس، نخود، لوبیا رو گذاشته رو این کارت، و مثلا منتظر شماره 46 بوده، بعد طرف عنوان میکنه 46، من میگم بینگو، بلند میشم، بعد همه اینایی هم که خسته شون شده از نشستن و اینها همه شروع میکنن میخندن. تا حالا چند جا برام کف زدن، یکیش تو دی ام وی بود چند روز پیش، من رفتم یک کاری رو که یک دقیقه واقعا کار داشته، یک ساعت ما رو نشوندن، یک ساعت بعد از اینکه تازه رسیدیم به صف، اول صف تو مال میکشی، بعد میرسی اونجا انفورمیشن به تیکت میده، روی اون تیکت ساعتی که زد با ساعتی که اومدم بیرون یک ساعت. اونجا هم وقتی گفت مثلا E258 کامپیوتر صدا زد، Now we are now serving E248. گفتم بینگو، همه روز چیزم بود، جمعه بود، داره خندیدن. بله، کفاره نه کفاره، آقای فرخ هم میگه کفاره. حالا بشنوید ببینیم این دوستمون، شاید همون باشه شاید نباشه، من درستان ممنونم. جناب سوری، ارادتمندم دو مرتبه، کفاره شراب خوری های بی حساب
مخمور در میانه مستان نشستن است. خیلی ممنون، درود بر شما. مرسی مرسی. این دوستانی که وقتی میخوان بگن خدا حافظ یکم صبر میکنن گیر میفتن، حقیقتا کسایی هم که فعلا موندن. یه سری دوستاشون میگن درود، یه سریشون میگن بدرود، بعد وقتی میخوان خداحافظی کنن یادشون میره که حالا باید بگن بدرود یا بگن درود. بعض وقتا میگن درود بدرود تا درودی دیگر. و در صورت من اینو که شنیدم گفتم نکنه واقعا کفاره درسته، یعنی کفری گفتی حالا بیا سزاشو ببینه اینها. ولی نه، همه دوستان آقا باور دارن که این باید کفاره باشه. ممنون و متشکرم. دکترهای جامعه ما که خود همه مریضهای روانی هستن. یا آقایی بود به نام دکتر سلامتپور یا هم چیزی از نیویورک با ما تماس گرفت، آمد و ما بهش گفتیم خوشحال میشیم اینجا، و آمد اینجا روی سیستم کامپیوترش برنامه رو گذاشتیم، یادش دادیم چجوری فیلم صاف بگیر و اینها. همچین که رفت بهش گفتیم خب بیا برنامه بذار، گفت نه آقا توی برنامه آقای سعید کاووسی به دکترا توهین کرده و من نمیام توی تلویزیونی که به دکترا توهین کنم. گفتم آقا اگه سعید کاووسی هم تا امروز توهین نکرده بود، اگر شما فلسفت اینه، من نمیخوام شما بیای تو این تلویزیون. تو این تلویزیون وقتی میای باید انقدر به خودت اطمینان داشته باشی، سلف استیم میگن اینجا، انقدر از خودت مطمئن باشی که هیچ کسی، حتی یک دکتر عوضی نمیدونم پوفیوزی هم مثل این دی یوسفی نتونه به شما هیچ خدشه میگن هیچ خدشه ای وارد کنه. ولی اگه شما یه بیدی هستی که به یه بادی اینجوری لرزه به تنت افتاده، بهتری که بری اینجا پیدا نشه. البته بعد فهمیدم اشتباه از من بوده، من نه که معلم بودم همش دوست دارم به دیگران یاد بدم. آقا اونای دیگه یاد نمیدن، اونای دیگه تو رو نگه میدارن، من همه رو یاد میدم. بعضی وقتا وقتی یاد میدم طرف میرتش، میگه خب این همه رو به من داد، میگم عیب نداره بذار بره. براش انکودر رو گذاشتم، چیزاشو یادش دادم چجوری تنظیم کن دوربین، چجوری یه چیزای خیلی ریز و ساده دوستان توی این کار وجود داره که اینا مثلا ماجرای ریختگریه. شما نباید تا روز اول میری ریختگری بگی کاری نداری که من قاشق میزنم تو شن فشار میدم بعد اون مواد مذابو میریزم. یا طرف رفت آهنگری، روز بعدش اومد به ننش گفت من دیگه نمیخوام برم، تو پول بده من یه دکون خودم باز کنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت یک کاری نداره، نمیدونم میکوبی تو سرش بیله، صافش میکنی بیله، گردش میکنی میله. فکر کرد آهنگری یاد گرفته. یه دوستی از ما بلند شد با چه زحماتی هم به خودش هم به ما، آمد اینجا از آلمان. بعد ما گذاشتیم پهلوی دوستی فعلا بره کمک موکت چسبونه. هفته اول نرفته بود، آمد گفت که آقای سوربی شما که این ماشینا رو داری اینجا، اینو بده من برم. گفتم آقا تو با چه زبانی میخوای با اینا صحبت کنی؟ بعد از کجا میخوای وسیله بخری؟ گفت خب شما اونا رو انجام میدی. گفتم قربون من میخواستم برم موکت چسبونی باز کنم، سالها پیش این کار کرده بودم. در صورت از این چیزا تو جامعه زیاد داریم، ولی باز یادتون باشه برای این عقب افتاده دی یوسفی حتما یک ایمیلی بزنید، هر چیزی از دهنتون برمیاد و بلدید فوش بهش بدید، اگه فکر میکنید من درست میگم. آخه مردک بی ناموس بی پدر و مادر عقب افتاده اجتماعی سیاسی، من آمدم به همه سلام کردم، به این آقا گفتم آقا میشه هم چیکاری بکنیم؟ اگه شما مسئول بودی، یکی از مسئولاش بودی، با سلام مینوشتی سوربی سلام من فلانی هستم، منم از هم خانواده لجنی هستم که تو میشناسی، و نه این یه برنامه بوده ما از قبل چیز کردیم و من و خانوادم میخوایم مثلا توش چی بفروشیم. دوستان کارمون خیلی خرابه، حالا آخرای دسامبره، ولی یه نگاهی به خودمون بندازیم، یه نگاهی به جامعهمون بندازیم. شمایی که تو آلمانی، یه نگاهی به جامعه ایرانی در آلمان بنداز. شمایی که تو سوئدی، یه نگاهی به جامعه ایرانی در سوئد بنداز. همین بابک دیدم داره تشکر میکنه از آقای جعفر نیکی و فلان و دینا که در آلمان چه برنامه‌ای گذاشتن و چه برنامه زیبایی. آقا بابک اون برنامه رو تو دیدی؟
20 نفر آدم بیکار پناهجوی بدبخت آوردن اونجا، این شد جنبش میلیونی فیروزه‌ای؟ نکن عزیز من، شما احتیاج به اینا نداری. شما یه آدم با استعداد، زحمتکش، از لحاظ مالی با شالله عکس بنزتو میندازی برای اینا اونا، نمیخوام بگیم پوز میدی و نکن آقا. اینایی که میرن دور بر این آدم های عقب افتاده هستن، ما شما رو جز این آدم های عقب افتاده نمیدونستیم تا اینکه شما آمدی به زور میخوای بگی که نخه من آمدم واشنگتن و عقب افتاده شد. خب اینجا این بهتون گفتم که سوم دیما هست و 24 دسامبر بریم چند تا ایمیل توی چیز نگاه کنیم و بریم دنبال کار و زندگیمون. این رو دوست عزیزمون، البته ایشون هم دکتره ولی دکتر دندونسازه، برامون فرستاده. با هم یکم خوش باشیم، همش صحبت از ناخوشی ها و بدی ها و اینها نباشه و یک کمی ببرم تون شیراز اینجا داشته باشیم. بازار وکیل شیراز اینجوری که می نویسن کامپیوتر یه ه اضاف میکنه شده بازار وکیله شیراز، ولی بازار وکیل شیراز درست. حالا بیاریم اینجا، اینم چون تلفن بوده و از این وری بوده وقتی ما نشونتون میدیم از اون وری میشه، یعنی بغلاش سیاه میشه. با هم گوش بدید. این صدای زنه یا مرده؟ چون اگه زن بود که از مادر زن شکایت نمیکرد، ولی به نظر میرسه که یه خانمیه داره نقش این حاجی فیروز، که این نیست، که این کیه؟ نه یک حاجی فیروزه، یک عمو نوروزه، این حاجی فیروزه، سیاه خانه حاجی فیروز بفهم، ولی صدای زنونه است. ببینید از این ور داره از مادر زن ایراد میگیره، این شعرامونم ببخشید یکم تخمی و کاس شعره، حالا تا گفتم تخمی عواستون نره زیر شکم. وقتی میگن تخمی منظورشون بادمجون تخمیه، از قدیم وقتی میخواستن بگن یه چیزی بده میگفتن آقا این تخمیه، یعنی مثل بادمجون. کاس شعرم تا میگن باز شلوارتون نره اون پایین، فکر زیر کمربند باشی. کاس شعر این کار رو شب چهارشنبه سوری انجام میدادن، همینجا هم انجام میداد خانم فرهمند، خانم چیه فرهمند، که هم اصلیتش کرمانی بود هم خدایا چرا این اسما یادمون میره، میگه 10 تا علامت که دارین مغزتون از دست میدی. بله خانم دکتر بهیه جیلانی هم میگه زن هست این صدا. بله ممنونم. خب اولا زنه داره اونجا نرمایی میکنه، دمش گرم، آفرین به ایشون. ولی وقتی داره شعر میخونه مادر زن اینجوری کرد اونجوری کرد، بعد میگه مگه من جهاز نداشتم؟ مگه مرد جهاز میبره خونه همسرش یا ازدواج میکنه؟ شعرامون ریخته به هم، همونجوری که بهتون گفتم کارمون خیلی خرابه، همه چی بادمجون تخمی شده، همه شعرها کاس شعر شده. دلیل کاس شعر این بوده که اون وقتا که تلویزیون نبوده، سوربی نبوده بیاد مزخرف بگه، بابک هروی نبوده بیاد براتون با دلیل و منطق بهتون ثابت کنه که تنها کسی که میشه دنبالش رفت رضا پهلویه، خاک بر سر 80 میلیون ایرانی، که تنها سازمان ما مجاهدین باشه، تنها شخص ما رضا پهلوی باشه، نمیدونم اینایی که ما میبینیم دکتر زعیم فلان بیسار اینا تو ایران همه برن کشکشون رو بسازن. اونا برنامه نداشتن، شب چهارشنبه سوری جمع میشدن دور هم میگفتن آقا هر کسی یه شعری بنویسه یا از خودش یا اونایی که بلده بندازه تو این کاسه.
بعد اون رئی فرشته فرهمه، بعد اون مسئول جلسه دست میکرده تو این کاسه در میآورده میگفته بخون. ما هم یه شب اینجا بود همچین کاری کردیم و شعری رو که از آقای هوشمند، من 4 ساعت زیر این چراغا هستم، دکتر چشم به من گفته، حالا من به شما میگم اگر یه جایی هستین که قطره چشم ندارید، دوستان از این قطرهایی که از این محلولی که لنز رو میشه توش نگه دارید میتونید به عنوان قطره چشم استفاده کنید، چون تمیز و استریلیزه است. یا بهتر از اون چشمتون رو ببندید، دستتون رو یکم حتی اینجوری به من بمالید که از بدنتون گرمتر بشه، بذارید روی چشم، روی پلکتون. وقتی روی پلکتون میذارید، 2 تا قده چربی ساز کنار چشمتون هست، اونها ترشح میکنن، گریسکاری میکنن. گفتم والله کاش کامیونم این چیزها رو داشت، هر از مدتی میرفتیم دستمونو میذاشتیم روش، گریسکاری میکرد. ولی با بری زیرش یکی یکی. بله، وای وای از مادر زن نگو که مو به تنم سیخ میشه. سلام، فکر کنم خانم داره میخونه، آقای زمانیانم اینو میگه. خب حالا طرف میگفت مو به تنت سیخ بشه عیبی نداره. بله حتما بخونیدش، فوق‌العاده است. تا حالا فکر کردین چرا میگن مثنوی 70 من میشه؟ من اینو قبلا هم گفتم ولی میگم برای دوستانی که احیانا تازه به ما پیوستن در سالهای اخیر و اینو ما نخونده بودیم. میگه که حتما فکر کردین به خاطر طولانی بودن یا وزین بودن مثنویه، ولی این شعر مولوی داستان 70 من مثنوی را براتون روشن میکنه. بذارید من دیگه نمیخواد دیگه، قبول دارین که داریم میخونیم، ولی این شعر مولوی مثنوی 70 من مولوی، بشمارید یکی یکی، هر وقت گفتم من شما بشمارید. من اگر با من نباشم میشوم تنها ترین، کیست با من گر شوم من باشد از من ما ترین. من نمیدانم کیم من لیک یک، چون این شماره گذاشته من به 7 که میرسم میخونم 7، در هر صورت من لیک یک من در من است، آن که تکلیف من اش، آن که تکلیف منش با من، من من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من، ای همزاد من، ای من غمگین من، در لحظه های شاد من، هرچه از من یا من در من من دیده ای، مثل من وقتی که با من میشوی خندیده ای، هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد، این من من هم نشست و مثل من، این من من هم نشست و مثل من کاری نکرد، ای من با من که بی من منتر از من میشوی. من فکر کنم این مولوی یا شمس اون روز یه عرق مرق خورده بوده، یا میدونید شایعه هست که این شمس و مولوی و اینها به اصطلاح میگن همجنسگرا بودن، به این خاطر بوده که شمس زنش رو ول میکنه، ببخشید مولوی زنش رو ول میکنه و دنبال شمس میره و میگن رفت 40 سال توی قاری. من نمیدونم اینا چجوری رفتن توی قاری 40 سال اونجا زندگی کردن، همین 40 سال اونجوری زندگی کردن نتیجهش میشه این شعرها، من چه منم، من چه منم، یه من بی من تا منم، 70 تا من گفته. در صورت هیچ کس با من، شماره 46 من، من مثل من درگیر نیست، کیست این من، این من با من ز من بیگانه تر، این من من، من کن از من، کن از من کمی دیوانه تر، زیر باران من از من پر شدن دشوار نیست، ورنه من، من کردن من از من، من آر نیست، راستی اینقدر من را از کجا آوردم، بعد هر من بار دیگر، من چرا بار دیگر، من چرا آوردم در دهان من، نمیدانم چه شد افتاد من، مثنوی گفتم که آوردم در آن 70 من. من فکر نمی کنم این این مال چی باشه، حالا نمیدونم، میدونید من ادبیات فارسی و اینها خیلی نخوندم، یعنی حالا بذارم اینو براتون میذارم توی فیسبوک، اگرم کسی با ایمیل و اینها خواست زحمت بکشه یه ایمیل بفرسته به info at
بنویسم این میره اینجا یا نه. بعضی وقتا نوشته های طولانی نمیره روی فیسبوک، میگه بابا خیلی طولانیه، فکر کردی ما هم ایرانی هستیم حوصله داریم، اینم از این، اینم از این، و بذارید ببینیم از دونالد ترامپ برامون فرستاده، سم ببینیم چی فرستاده. If I were to run I would run a Republican. فکر نمی کنم اینو ترامپ گفته باشه، ولی از اینکه ترامپ حرفای احمقانه زیاد زده و با همون حرفای احمقانه خودش امروز میتونن اون رو هم به دادگاه ببرن هم محکوم کنن، هیچ شکی ندارم. صبر کنید سوم ژانویه بشه ببینیم این خانم ها و آقایون دموکرات چه کار میکنن. آیا از امروز تا سوم ژانویه خانواده پلید و کثیف و شارلاتان ترامپ میشینن با اینا تماس میگیرن و یکی یکی اینا رو میترسونن یا میخرنشون عوضشون میکنن؟ از واشنگتن غافل نشید، واشنگتن جاییه که بابک هروی یه آدم محقق آمده اینجا بعد برگشته، حالا این میگه شازده رضا، شازده رضا بابک جان این فیلم تو دوبار نگاه کن، مشغول ذمه عمود هستی دکتر مصطفی هروی اگه این کار رو انجام ندی، فیلم خودت رو دوبار نگاه کن و بعدش به من بگو که هنوزم شما طرفدار رضا پهلوی هستی که میگی هم خودش هم طرفداراش دشمنت هستن. اگه اینجوریه اون وقت فکر کنم کلا یه اشکالی داشته باشه. خب ببینیم گوگل وایس رو، بله یه خانمی پیغام گذاشته که من از کجا شما رو ببینم. گفتم خب شما که شماره تلفن ما رو پیدا کردی احتمالا از برنامه ها پیدا کردی که برنامه ها رو از یه جایی دیدید. دوستان برنامه های ما روی یوتیوب به صورت زنده پخش میشه، روی مردم تیوی دات کام به صورت زنده میتونید پخش بگیرید، روی فیسبوک به صورت زنده پخش میشه، فعلا که زنده هستیم تا موقعی که حالا دیگه از بین رفتیم نمیدونم، بعد روی فیسبوک بایگانیش باقی میمونه، روی صفحه مردم تیوی قسمت بایگانیش هم وقتی میرید اونجا هم هست، و روی مردم ریپورت دات کام هم آخرین برنامه میاد. بذارید بهتون نشون بدم مردم ریپورت دات کام رو، اگر کسی دنبال یک پورتال، این پورتال هم مردم ریپورت دات کام پورتال الان یه دستگاهی ساختن به نام آمازون یا آیفون بکنه آمازون پورتال فیسبوک، ببخشید پاک کنید فیسبوک ساخته، فیسبوک پورتال، و اونجا شما برید یه چیزی میخرید به جای تلفنتون هی اینجوری کنی، این تلفن رو گذاشتی خودتونم که این ور ور میکنی اون دنبالتون میکنه میفهمه، برای بعد اونایی که اگه برای پدر مادرتون میخوان کادو بخرین، برای پدر مادرایی که با تلفن و آیفون و اینا خیلی خوب نیستن برای فیس تایم، فیسبوک آمده این پورتال رو درست کرده، وقتی که شما بدی به فامیلت اون وقت اون خیلی راحت دیگه لازم نیست بشینه هی بهش میگی بابا داری سقف رو نشون میدی بیار پایین، یا بهش میگه هی آقا از تو توالت زنگ زدی برو وقتی نشستی تو اتاق بذار برات تو اتاق پورتال. در صورت اگه دنبال یک پورتال خبری میگردید این مردم ریپورت دات کام رو من میتونم بهتون منتقل کنم با قیمتی بسیار مناسب. در این تلویزیون مردم با سوربی شما هیچ چیز مجانی نمیتونید پیدا کنید. چرا؟ اگه یکم اذیت کنید، یکم ثابت کنید که الاغ هستید مانند این دکتر، فوش مجانی بهتون میدم. ببینید آخرین برنامه من دوستان اینجا میبینید نوشته مردم ریپورت دات کام، خود به خود اینم معجزه خدا و حضرت عباس و پیغمبر و امام زمانه، خود به خود میاد اینجا، چون این پلیلیست تلویزیون مردمه و پخش زندش هم که اینجا الان نگاه کنید بزنم میبردتون تو صفحه اصلی، امیدواریم آبرومون نره، ببینید بزنم میبردتون تو صفحه اصلی امیدواریم، چون دارم اون صفحه رو نشون میدم صفحه در صفحه. آقای زمانیان میگه آقای شاهرودی فوت کرد معلوم نیست به کجا رفت، نمیدونم والا. آقای زمانیان یه بار توی مهمونی ها شما ببین هر کی صحبت میکنه، پدرش مادرش فامیلش اگه فوت شده باشه
همه میگن حتما پدرم از اون بالا الان داره نگاه میکنه، اونای دیگه هم میگن روحش شاد، حتما الان با چی با ملائک همنشینه و فلان اینا. هیچ کس نمیگه پدر من مرده رفته جهنم. نمیدون، من خودم نمیدونم پدرم با بهش رفته یا جهنم. ولی یه داستانی امروز یه نفر برای من فرستاده بود، براتون میخونم. میگه که یک پرستاری توی یک مهمونی گفت که یه نفر رو از جنگ آورده بودن، مجروح بود و در حالت کما بود. من یه دفعه دیدم که این داره چیز میکنه، فهمیدم از حالت کما آمده بیرون، آمدم بغل دستش وایسادم و بهش گفتم که به خوش آمدید، بگو چیه، چیزی بگو. گفت که من در بهشت هستم. گفت منم اون رگ شوخین به اصطلاح چیز شد، حالا که خوشحالم این به هوش آمده، از کما آمده بیرون. گفتم بله شما در بهشت هستید. گفت حتما شما هم اون حوریایی هستید که قول دادن به ما. گفت باز خندیدم، گفتم بله منم اون حوری هستم. اونم از من زرنگتر گفت که مردشور قیافت رو ببره، من رو بفرستید برم جهنم. اینم به همه کس شوخی نکنید، ببینید به کی میخواین شوخی کنید. به یه نفر مثل سربی اون بچه سرهنگ تو کباب بازار بیاد بگه آقا پسرتم مثل خودت زشته، سربی بهش میگه برای که ما فقیر فقرا کار خودمون رو خودمون انجام میدیم و تو شبیه باغبونتون هستی، داداشتم دیدم شبیه رانندتون هست، نکنید این کار. خب بذارید ببینیم اینجا جالبه دوستان، اینجا خیلی جالبه. این آقای امید دانا آدم زرنگیه، آمده فیلماشو اینجا هم میذاره. دوستان حالا که تو این صفحه هستیم، شما یا فیلمای خودتون یا فیلمای دیگران رو اگرم مخالف ما باشن، مخالف طرز فکر ما باشن، دیگه بهتر، میتونید اینجا با کلیک، دو تا کلیک، یکی روی این نوشتیم شما هم میتوانید ویدیوهای خود را در این صفحه نشان بدهید، کلیک کنید و ویدیوتون رو بذارید. میبینید الان اینجا ویدیوی این امید نادان اینجا هست و الی آخر. حتما جهنم رفته. فرخ میگه آقای فرهاد زمانی ها، این شاهرودی چیزی یکی از اونایی بوده که خیلی دستور اعدام میدام و اینها داده و کسی بود که چند مدت پیش، یکی دو سال پیش یا پارسال شاید، حتی آمد آلمان و این دوستان به جای این که با صبر و حوصله یواشکی تحویل آلمان بدن، آمدن توی فیسبوک شور و هیجان را انداختن، این نمیدونم فلانه، این فلانه، اونم شبانه به در بردن. چیزی که از پیرمردی بوده و امروز هم گویا مرده. حالا بهشت و جهنم رفتنش رو بعدن میفهمیم. بترسید از اون روزی که من و شما بریم جهنم اینها نباشن. البته من نمیترسم، من بارها گفتم جایی که خمینی و خلخالی و اینا اگه رفته باشن تو بهشت، من نمیخوام اونجا باشم. اگه هایده و مهستی و اینها رفته باشن تو جهنم، من میخوام برم جهنم. شما کجا میخواین برید؟ چرا اینقدر تنبل شدید؟ زنگ بزنید، پیام بزنید، قشنگ آبرومندانه اسمتون رو بگید، بگید که من فلانی هستم و من هم امیدوارم بیام جهنم، چون تو جهنم اقلا با شما هستیم. اینم از این. و اما نوام چامسکی، حتما میشناسینش، این فیلسوفی هست که در آمریکا زندگی میکنه، قیافش الان بهتون نشون میدم، 90 ساله شد و اون آقای خسرو بهرامی با دوستان یهودیش که احتمالاً شما هم از این دوستان یا خیری میبینید یا منفعتی باهاشون در تماس هستید، بهشون این صفحات رو معرفی کنید، بگید برید Jewish Voice for Peace. من با اینا همکاری میکنم، برای چیزاشون رو پخش میکنم. اینجا این آقای نوام چامسکی میگه من 90 ساله شدم و بذارید ببینیم میاد اینجا براتون یواش یواش، بله 90 ساله شدم و میگه من همه چیز هستم به غیر از غریبه‌ای که با این حکومت‌های دنیا، یعنی میگه من 90 سالمه و
کاملا میدونم از این ماجراهای حکومت‌های دیکتاتوری دنیا، و یکی از اون حکومت‌ها با وجودی که ادا در میاره و خیلی ها باور دارن حکومتی دموکرات هست، حکومت اسرائیل. دوستان، حکومت اسرائیل اولین حکومت دینی دنیاست. به طرف میگی شما کجایی هستی؟ میگی من جودم، کلیمیم. آقا من که نگفتم چه دین مزخرفی داری که تو بگی من مسلمونم یا مسیحیم یا فلان. میگم کجایی هستی؟ اینا خودشون رو یه نیشن میدونن، یه ملیت میدونن، در صورتی که هیچ دینی ملیت نیست. دوستان عزیز بسته دیگه، 7 دقیقه مونده، من هم میام با شما. خب خوبه، من اونجا هستم، فرخ هم اونجاست. تا حالا میتونیم فعلا بگیم که چه کسانی در جهنم هستن. ببینم دیگه براتون چی پخش کردم یا چی گذاشتم که نشونتون بدم. این دوست ما امروز یه ویدیو زیبایی فرستاده بود ولی نمیدونم کجا گذاشتم. Is Trump suffering from dementia؟ dementia یه چیزی مثل آلزایمر، فراموشی. حتی ما داشتم دوستی که مادرش دمنشیا گرفته بود، میگن اینا ممکنه وقتی میخوان خوراک بخورن خوراک میزنن تو دهنشون، یادشون میره باید بجوان یا قورت بدن، بعد میره تو راه هوا میمیرن و اینها. میگه که ترامپ دمنشیا گرفته. ترامپ بدنش، وجودش، خانوادهش، هر مرضی که شما بگی اینا هستن. یعنی شما تو هر مرضی که شما نگاه کنی تو دیکشنری روبروش باید عکس ترامپ رو بذاره. و این مردک دروغایی که میگه، اگر دمنشیا داشته باشه میشه یه جوری به اصطلاح عذرش رو موجه کنی، ولی وقتی میاد میگه من بهترینم، من مغزم بیگ مغز، این نمیفهمه آقا اینایی که تصادف میکنن مغزشون متورم میشه. اصلا مغز بزرگ، قلب بزرگ، اینا اشکال داره بعضی وقتا، اینا نمیفهمه. در هر صورت اگر اهل دعا هستید دعا کنید، اگر به امید و آرزو باور دارید آرزو کنید، امید داشته باشیم که این روزهای آخر سال، روزهای آخر حکومت ترامپ، حتی روزهای آخر خودش هم باشه، بره یه جایی خودشو نفله کنه و راحت بشه. زنه رو سوار هواپیما کرد فرستاد فلوریدا، گفت من وای میسم اینجا. بعدم همش گریه زاری که ببینید من چقدر سخت کار میکنم، من نرفتم اونجا که وایسم بودجه رو چیز کنم. بودجه رو مردک تو بستی، تو تعطیل کردی. 400,000 نفر آمریکایی دارن کار میکنن، حقوقشون معلوم نیست کی بگیرن. آمریکایی که شما اگر یه روز کردیت کارت تو دیر بدی $30 جریمت میکنن، یه روز قسط خونه تو دیر بدی $60، $80، $1,000 نمیدونم، بیمه ماشینت باطل بشه هم بیمه بعدن میذارت رو SR22، هم DMV، الان فرخ دادش میره بالا، هم DMV گواهینامه تو، ماشین تو، همه چی باطل میکنه. منم دیگه افتادم به سکسکه، باید برم. میگه ترامپ کارداشیان، ترامپ تو جهنم نمیاد؟ یه حرفات چیه؟ ترامپ این همه دست زدن تو سرش، دعا خوندن، این با خمینی تو بهشته. این حرفا رو نزن، این حرفا رو نزن. کارداشیان ممکنه بیاد جهنم ولی ترامپ بهشتیه. اصلا مگه نمیبینی؟ آقای رضا اصلان اتفاقا یه جا گفته که من متاسفم برای مسیحیایی که به این رأی دادن. کسی که زنبازه، کسی که دزده، کسی که حق و حقوق دیگران زیر پا میذاره، که تمام اینا چه 10 فرمان که مال کلیمیا و 20 فرمان اینا بوده، چه تورات، چه انجیل، مخالف احکام خدا هست، ولی اینا رفتن بهش رأی دادن. و این مردک نه با یک انجیل، با 2 تا انجیل آمد قسم خورد بهش، بگو آقا یه آیه مال اینو بگو از بعد، بلد نیست. خب ممنون و متشکر. این آخرین برنامه این هفته است یا امروز اولین روز هفته است، نمیدونیم. والا اون شعر زیبای هادی خورسندی، وای بر من که نانم شد برد، جمعه ها هم شد یک شنبه و اینا، شعر قشنگ و زیبایی. امروز 24 دسامبر دوشنبه است، 26 چهارشنبه باهاتون هستم، 28 جمعه باهاتون هستم، 31 هفته آینده دوشنبه باهاتون هستیم، بعد سال نو میشه.
پس ما هر روز هستیم، نه تعطیلی کریسمس داریم نه تعطیلی سال نو داریم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. ای که دستت میرسد کاری بکن. از تمام دوستانی که امسال حمایت کردن، مثل سعید که کامپیوتر داد، مثل پتی که بنده خدا هر وقت گفتیم ما تا گفتیم پ پول داد، مثل فرزاد، مثل اون دوستمون احمد آقا از فلوریدا و دوستان دیگه، مخصوصا از خانم نیه، با وجود اینکه با من اختلاف عقیده داره ولی حمایت میکنه و فلسفهش اینه که من جانم رو میدم که تویی که مخالف من هستی بتونی حرف بزنی، نه آقا بابک مثل آقا رضا که شما چون یه روزی حقیقت رو میگفتی امروز که داری حتی ازش پشتیبانی میکنی با شما دشمنه. مواظب خودت باش، ببین پات رو کجا گذاشتی. این رضا پهلوی از مین بدتره. دیدم تو عکسای کتاب یکیش بود مال چیزی که منفجر نشده بود، بمب عراقی که منفجر نشده بود، این رضا پهلوی بمبیه که منفجر نشده، مواظبش باش. خب بهان میگه که اگه قرار باش، آقا اینجوری میگی یعنی من و شما هم قنبلمون بزرگی که میریم جهنم، میگه اگه کارداشیان میره جهنم، جهنم به خاطر قنبل بزرگشه، ترامپ هم قنبل بزرگ مردشور قنبل ترامپ رو بزنه ببره. در هر صورت دوستان دیگه نکنید همچی کاری. این همه حرف زدیم، حالا آخر برنامه‌مون رفتیم تو قنبل اینا، گرچه قنبل اینا بهتر از مغز اون دکتر دی صوفیه که مردکه احمق 3 روز 4 روز ورداشت، مجبور شدم هرچی فوش به انگلیسی و فارسی بودن بهش بدم. مواظب خودتون باشید، مواظب حرفاتون، اعمالتون، کردارتون، رفتارتون باشید و با شما خواهم بود. 4 شنبه روز روزگار بر شما خوش.